بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است و ششم ماه فوریه سال 2019 میلادی برابر است با 17 بهمن 1397. ما بی صبرانه منتظریم تا ببینیم این بار خانم مریم رجبی و اونهایی که دل به این خوش کردن در فرانسه چه فیلی هوا میکنن و چه خواهد شد. شما هم اگر خبری در این مورد جایی دیدین که چند میدن، چند میگیرن، ببرن، چون یه جدیدم نوشته بود اونایی که میخوان برن ورشو باید طرفدار پادشاهی باشن و 20 یورو 20 دلار نمیدونم بدن با فلان اتوبوس بیا. این هم از این ماجرا. اینا هنوز به جایی نرسیدن به اصطلاح شرایط تعیین میکنن شما باید چی باشی کی باشی. خب آقای مصباح عزیز، من هم به شما درود میفرستم. فقط یه سوال از شما دارم. صبح که شما از خواب بیدار میشی به همسرت، به اون دختر زیبات، به فرزندانت میگی سلام یا میگی درود 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 مثل ارتش؟ من به دوستان میگم اگر از خونتون هنوز شروع نکردین بگید درود، توی کوچه این درودی که میگید دروغی بیش نیست. در صورت درود 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 درود. خب بله دوستان، ما اون روز دیدید بعضی وقتا دلت میگیره و وقتی دلت میگیره میری سراغ کی؟ میری سراغ دوستان دیگه. خوشحالی میری سراغ دوستان، ناراحتی میری سراغ دوستان. غریبه رو که تو خیابون نمیگیری براش درد دل کنی. ما برداشتیم یه چیزی نوشتیم و برای دوستان فرستادیم که شما به ما گفته بودی حمایت میکنید و در فارسی داریم که وصف العیش نصف العیش. ما هم 50% خوشحال شدیم، همینجوری منتظر 50% دیگهش بودیم که هیچ خبری نشد. ولی از اون طرف در فارسی داریم که میگه به حلوا حلوا گفتن دهانت شیرین نمیشه. و این دومی رو من بیشتر تجربه کردم، چون هرچی گفتیم حلوا حلوا دهنمون آب افتاد. این دهن وقتی آب میفته یعنی معدت هم داره اسید با آب پاش پخش میکنه همه جا، با اسید پاش. ولی هیچ خبری نشد. دو نفر از دوستان لطف کردن، یکیشون هم از کالیفرنیا مبلغ قابل توجهی فرستادن، از ایشون ممنونم، متشکرم. ولی این کاری که ما کردیم، یکی از دوستانمون نمیدونم حالا به عنوان طعنه، به عنوان کنایه یکم بهش برخورده بود و برای من نوشت که به اصطلاح توی خانوادهمون یه نفر مریض هست و باید اونو میبردم بیمارستان و اینها و نتونستم و همین فردا من براتون یه چیزی میفرستم. گفتم نه 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 نه، حالا که اینو گفتی اصلا نفرست. اولا ما همون دیروز که گفتیم دو نفر از اون دوستان گفتن چه خوب شد شما یادآوری کردید، ما یادمون رفته بود، ارسال کردن، از هر دوشون ممنونم. و شما نفرست، شما سعی کن این پول رو خرج همون دوستت، همون فامیلت که بیمار هست و بیمارستانی که میری یه نفر اگر تنها از کسی رو نداره یه گلی شکلاتی برای اون بخر. اول از دکتراش سوال کن شکلات بهش ندی بنده خدا بمیره، چون برای بعضیا بده این شکلات ها، مخصوصا اگر داخلش پینات باشه. پینات تو شیراز میگن کازو، نمیدونم چرا، ولی بادم زمینی بود. اولا براتون این ماجرای دو تا دکمه اینجا رو بگم. ما هیچ وقت فلسفه این دو تا دکمه رو نفهمیدیم که وقتی میبندیش پیرنت خود به خود چروک میشه. بله درسته یقت نمیاد اینجوری بالای کت تو اینها، ولی خود به خود پیرنت چروک میشه. و چرا این دکمه ها رو درست همین جایی که این سوراخ ختم میشه دکمه نمیذارن و میذارن اینجا؟ و اگه شما ببندیش میبینید خودتون به دست خودتون پیراهنتون رو چروک کرد. حالا ما اینو صاف کنیم. و چرا امروز این رنگو پوشیدم، این رنگو پوشیدم و این رنگو پوشیدم؟ یک خانمی از استرالیا به نام مریم تماس گرفته بود. آه سوربیت بد نباشه، دیدم ریشت رو نتراشیدی، پیراهن مشکی هم پوشیدی،
خدا بد نده، گفتیم والا خدا بد نداد، خودمون بد دادیم، اسباب کشی کردیم، خسته بودیم و تنبل بودیم و ریش نزدیم. درباره لباس سیاه هم خب این دوستان شاه اللهی میگن این دهه زجره، ما هم چون اونا زجر میکشن برای اونا لباس مشکی پوشیدیم. گفتم نه، اونم من هنوز یه سری وسایلم نرسیده اینجا، همین 4 تا 5 تا پیراهنی که داریم باید چیز کنیم. دیروز رسید این کت و شلوار و پیرن و اینها، باز کردیم و گفتیم امروز هیچ چیز مشکی نمی پوشیم که مریم خانم و دیگران نگران نباشند، بحث انگیز نباشه. چون بهتون چند مدت پیش گفتم یه احمقی نوشته بود آره امروز تولد امام فلان بوده، شما هم کراوات قرمز زدی. گفتم آخه مرد حسابی، من 50-60 تا کراوات دارم، وقتی میرم اونجا همینجوری دست میکنم میندازم میام، کی به این چیزها توجه میکنه؟ عجب ملت بیکاری بیاری داریم. در صورت من از اون دوستمون که بهش برخورده بود و گفته بود که من همین فردا میرم پول ارسال میکنم، هم عذرخواهی میکنم، هم بهش گفتم اون کار رو انجام نده و صبر کن تا عید. هم مریضت انشالله شفا پیدا میکنه، هم وضع مالیت بهتر میشه و شما هم به جایی که یکی حالا یکی یه ما دیگه یکی فلان، همه رو جمع کن، نصفشو برای ما بفرست، نصفشو کمک کن به همون جایی که هستی، به همون کشوری که هستی، به همون شهری که هستی، به بچه ها، مخصوصا بیمارستان بچه ها رو حمایت کنی. ممنون و متشکرم. میگه آقای عزیز مواظب باش، تاریخ داره کیلومتر میندازه. ایرانی ها گرچه من با کلمه ها مخالفم، اما دارن به یکی از ملیت‌های نژاد پرست و ضدیت با افغان ها و عرب ها تبدیل میشوند. سبا جان زدی تو خال. سربازی رفتی؟ تیراندازی کردی؟ تیراندازی مثل من بد بود؟ میزدی تو سیبل بغلی؟ یا خوب بود مثل بابک عربی؟ زدی تو خال. آقا با افغانیا بدن چیه؟ با عربا بدن چیه؟ با خودمون بدیم. فارس با ترک بده، ترک با نمیدونم آذری نه عرب بده، عرب با بلوچ بده. یه مش آدمای ببخشید اینو میگم، واقعیت پوفیوز از خود راضی. همین امروز براتون میخونم یک ایمیلی رو آقای دکتر رضا سلامی فرستاد، ایمیل نه فیسبوکی رو آقای دکتر رضا سلامی فرستاده بود، براش نوشتم آقا این گذشته ها رو بریز تو سطل آشغال، اصلا به این خاطر میگن فلانی در گذشت، یعنی در گذشته زندگی میکرد، الان دیگه زندگی نمیکنه. بعد آمریکایی‌ها به این خاطر میگن پرزنت، میدونید میگن پست، پرزنت، فیوچر. پست یعنی گذشته، خیلی هم خوبه، پست. پرزنت یعنی هدیه، یعنی گیفت، همین الان که داری. بودایی هم اینجوری فکر میکنن، همین یک لحظه رو عشق است. جاهلان میگفتن این دم رو نمیدونم چی، به پا مواظب باشه هم چیز. خب و آقا خیلی بد شده. بعد میگه نه چراغ راه، میگم آقا اینجوری که شما فرستادی این گذشته چراغ راه آینده نیست، شما داری در گذشته زندگی میکنی، در جا میزنی. آقای جهان یا جهانگیر شادانلو هم از فرانسه لطف کرده بود یه چیزی فرستاده بود که آی بیاین بگیرین، اصلا معلوم شد که ما زودتر از همه آدم شدیم. خب اگر یه دایره باشه، هر کی زودتر دنیا میاد زودترم بمیره، هر کی زودتر آدم میشه زودترم احمق بشه، خب حالا ما زودتر از همه ملت‌های دیگه لابد احمق شدیم. اون جوکه بود، هی میگفت آقا فلانی هم اولش نمیدونم این بود اون بود، بگو آقا شما بگو پس حضرت آدم هم چیز بود؟ گفت بله، اونم اولش همشهری ما بود بعد آدم شد. حالا این ماجرا هست، توی یک قاری پیدا کردن که نمیدونم ما ایرانی ها تمدن اروپا هستیم. میگم خب آقای شادانلوی گرامی، شما که تو پاریس هستین، پاریسی هم یک کمی مثل ما مغزشون خشکه. حالا خانم بهیه جیلانی بعدش نیاد یه وقت، خدای نکرده. خلاصه اونجا هستی، الان این ویدیو رو تماشا کردی، بعدش چی کار میکنی؟ بلند میشی میری تو خیابون دم دکون نونوایی میگی دوتا نون به من بده، وقتی گفت پول میگی من نژاد اول بودم.
من یه بار حالا آقای کاظمی هم آقای صدیقی هم داره گوش میده یادش باشه، یه شبی با این آقای کاظم صدیقی ما یه شهر دیگه بودیم، ایشون فرانکفورت، وقتی میرفتیم فرانکفورت خب میرفتیم بیرون، رفتیم بریم یه جایی، طرف دم در ما رو راه نداد. حالا ناگفته نماند، شاید اصلا اینجا مثلا اعضا رو فقط راه میداده، شاید اینجا فقط نمیدونم، بالاخره هر کوفتی بود گفت نمیشه بری. من عصبانی شده بودم، با همین دو کلمه آلمانی که یاد گرفتم بهش گفتم ببین اگه تو فکر میکنی، اگه نژاد پرست هستی و فکر میکنی شما نژاد جرمن هستید، ما نژاد آریا هستیم. تنها باری که تو زندگیم من این مسئله نژاد و من فارسم و اون خارجیه و این ایرانیه رو استفاده کردم و تا امروز که 30 و چند سال گذشته پشیمونم. چرا؟ آقا اون احمق بود، من چرا خودم رو به اصطلاح آوردم پایین؟ در اصل این دوتا برنامه رو بهتون نشون میدم، میگن که از شما هم انتظار دارم که تشویق بفرمایید انتخاب نام پارسا نشان دهنده علاقه شما هم به پاسداری از زبان پارسی است. نه 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 نه، اصلا شما اسوم نکن، اصلا همچین چیزی نیست. یه زمانی که این آقای حخا آمده بود به دروغ هی میگفت که من 18 تا زبون بلده و فلان اینها، بعد به من گفت شما مثل نمیدونم مادر رضا شاه، حالا مثل رضا شاه پدر نداشته یا معلوم نیست پدرش کیه، مثل مادر رضا شاه نوشافرین و نمیدونم، بعد از پارس هم هستی، چون از پارس هستی بیا اسمتو بذار پارسا. خب ما هم رفتیم عوض کنیم، دیدیم آقا باید همه چی رو عوض کنیم. بعد ناگفته نمانه، خانمم به من گفت که میدونی من با این اثبات آشنا شدم، با این اثبات ازدواج کردم، با این اسم بچه دار شدیم، با این اسمم صداد میکنم. دوستمون آقای فیلابی یه دفعه تو همین کاسکو گفت که تا زمانی که خانم تو رو به اسم پارسا صدا نکنه منم به اسم پارسا صدا نمیکنم. گفتم آقا بیخیاد، یه فیلمی هست آمریکایی فکر کنم شو می ده مانی اسمش بود، شو می ده مانی، این تام کروز داخلش بود و اون جونیور کیوبا جونیور که اتفاقا باش لاس وگاس هم عکس گرفتم. اون البته این آقای مصبا خیلی دیپلمات و اینجا پالیتیکلی کورکت صحبت کرد، به من جواب نداد که به دخترش میگه بابا جون سلام، به همسرش میگه همسر عزیزم سلام، یا میگه درود. برداشته منو میچرخونه توی این کوچه پس کوچه، چرا میگفتن کوچه علی چپ، بعد میگن این رو سنی ها برای ما درست کردن، یعنی علی چپ بوده. مسئله چپ و راست بودن. یه آقایی که بنده خدا یکم هم قیافش به نظر میرسه کوتوله هست، چون نشسته پشت پیانو، پشت پیانو که نشسته تازه مثل بچه ها، برای من نوشته آقای سوربی شما که میگید شاه چنین و چنان مدرکی دارید؟ گفتم شما برو برنامه منو نگاه کن، تمام مدارک تو اون هست، بعد بیا با هم صحبت کنیم. ضمناً همین آقا هم و دیگران فوری همین ماجرایی که شما آمدید اینجا تا مردم رو شناسایی کن، ببینید چقدر احمق باید باشی که یه نفر بیاد توی فیسبوک شما رو که نه عکس حقیقی داری نه اسم حقیقی داری شناسایی کنه، بعد به آخوندا معرفی کنه اونا بهش پول بدن. بگم مثلا چی؟ مثلا یکیش بود دارا مغز ندارا، الو آخوند فلانی، ببین یه نفر اومده توی فیسبوک به همه فوش میده و میگه شاه خیلی نابغه بود، پول بده ببینیم. خجالت بکشید، حماقت تا کجا؟ اگه کسی میخواست مأمور و مزدور باشه میومد مینشست توی این به اصطلاح باکس شیشه‌ای که هر کسی بتونه بهش سنگ بندازه، یا مثل شما میرفت اون پشت و مشتا. برید نگاه کنید الان این مردم ریپورت داد نت، ببینید چند ساله داره اینفورمیشن همه تونو میگیره. کیه؟ اگه تونستید پیدا کنید، مای 7 دلار مای 10 دلار اضافتر میدن تا شناخته نشن. احمقایی مثل من از جیبمونم پول داریم میدیم تا شناخته بشیم، چون یه روزی عشق این کار رو داشتیم، شوق این کار رو داشتیم. این آقای اکبری بره توی صفحهش اونجایی که راجب شاه نوشته، و من تعجب میکنم آقای اکبری که خود شما که اینو نوشتید که
ناموسن اگر میخواستید دلار 12,000 تومن بشود به خود من میگفتید آقا همه اینا رو داریم از همون شاه نادان و کمدان میکشیم که این بچه های خودش، این فرزندان چی میگن درست حسابی خودش آخوندار رو گذاشت و در رفت و اون خوراک دیروزه که امروز اسال گرفتید. بله اسال هم که میگیرید همه میدونن، باید بری بشینید تو توالت تا شکم تمیز بشه بیان بیرون. ما الان هممون توی ایران توی توالت هستیم، یعنی ایران تو توالت. که این اسال خوب میشه موقعی که بفهمیم آقا این خوراک دیروز رو الان دیگه نخوریم، حالا چون درست کردن باقیش توی اخچاله هی نشستید میخوری، هی خب باز مریض میشید دیگه، و مریض نتیجهش اینه. اون یکی میاد دارا فلانی، اون یکی میاد بعد میگه من به شما چیزی نگفتم، شما گفتی فعلا خفه. میگه آخه پوفیوس برو اون بالا رو بخون، تو من میگی مزدور مامور و من به تو گفتم فعلا خفه ساکت باش. برگردیم به اون فیلم شو می دمانی. توی فیلم شو می دمانی میگفت کال می شد شو می دمانی، میگفت پول من رو بده هر چی دلت میخواد شما به من اسم بگو، به من نام بگو. خب میگه آقا بیا و دوستی رو در حق ما تموم کن. اینو سعید میگه، اینم خسته شده از آموزش پرورش. میگه ما رو به جمهوری اسلامی معرفی کن، ما بشیم مأمور مزدور و نصف پول رو برای من بفرست. آقا رو دست من بلند شدی، من بین اون میگم شما بیان ما رو معرفی کنین، ما 25% بهتون میدین، شما میخوای 50% کامیشن بدی؟ باش چشم. اگه من برای یه نفر همون نامه ها رو که برای این دوستان فرستاده بودم فرستادم و گفت که بله من قرار بود حمایت کنم ولی خودم هم دنبال پولم فعلا و اگه پولی گیر بیارم چشم حتما به شما و تلویزیون مردم کمک میکنم. گفتین خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیز اگه لطف کنید این برنامه ها رو با دوستانتون هم به اصطلاح شیر کنید ممنون میشم. ببینم آقای سعید این کارو میکنه، آقای مانی خورسندی این کارو میکنه، خوشمودی گهگاهی این کارو میکنه، آقای اکبری اگه اشتباه نکنم این کارو میکنه، آقای فرخ سپهرار گهگاهی این کارو میکنه دیگه، نگید دیگه. و دلیلی که من اون روز گفتم دوستان اون وصف العیش نصف العیش حمایت و فلان، ما ضرب المثل داریم که تا نگریت طفل کی نوشد لبن، و اینی که شما از اول تا آخر زیر تلویزیون ها مینویسن شماره حسابون انقدر بدهکاریم انقدر فلان، مثل اینی که دارن گریه میکنن و شما هم حالا مادرشون نیستید ولی اون دایه دلسوزی هستید که بلند میشین یه آب قند قنداب میگین، شما تو شیراز میگن آب قند، یه قندابی درست میکنید و بهش میدید فعلا تا مادرش بیاد. اینم از این. خب این فیسبوک میگه all your friends were selected ولی دروغ میگه، میگه تمام دوستانت رو ما به اصطلاح انتخاب کردیم و بهشون خبر دادیم که شما اینجا هستی، دروغ میگه. و این گذشته که یه مدت دیگه بگه اگه میخواین این کارو بکنید باید برای هر 100 نفری اینقدر پول بدید بعد میشین مسیح علی نژاد. دیدید یه شب 250,000 نفر آزادی یواشکی، و یکی نبود به این بگه پدر سوخته آزادی یواشکی یعنی چی؟ آزادی آزادیه، آزادی یواشکی این چیزی که آخونده دادن چیکار کردن؟ اول گرفتن آزادیتونو، حالا یکم رو سریتو میبری عقب فکر میکنی او به قول شیرازی ها هنونوی کردی، هنونوی یعنی خیلی شق القمر کردی. مثلا بمانه دوستان عزیز امروز چهارشنبه است، ساعت 3 بعد از ظهر شما رو میبرم اون ور آبها. اگر شما اون ور آبها هستید هنوز نیومدید این ور، ما میان پهلوی شما. و باز هم ممنونم از دوستانی که تماس گرفتن، باز هم ممنونم از دوستانی که با ما همراه و همگام بوده و هستند و خواهند بود. ما اینو یه بار دیگه بنویسیم بفرستیم ببینیم قبول میکنه. نمیدونم چرا این برنامه رو با مردم تیوی شیر نمیکنه. شاید هم شیر کرده یه بار، یه نگاه کنم دوبار نذارم، چون وقتی دوبار میذاریم مورچه چیه که دیگه کله پاچهش چی باشه. ما چند نفر بیننده داریم که نصفش این ور بره نصفش اون ور بره، و این داستان اینستاگرام تلگرام
نمیدونم واتساپ، اینا همین شده. بعد حالا شما پشتش رو نگاه کنید میبینید همه اینا حقیقتا یکیه. شنیدم این فیسبوک میخواد اینستاگرام و واتساپ و اینا رو بخره یا مال خودشون، هرچی. شما فقط یه دونه مسنجر داشته باشین برای همش. نه خیر، اینجا هنوز نیومده و اجازه بدین که ما یه بار دیگه شیر کنیم. شیر تو ا پیج. بله، اینم که میگه پابلیک دیگه. بابا اذیت نکن آقا. پست این بار قبول کرد. البته نمیدونم کسی از طریق صفحه مردم تیوی میبینه یا نه، اون رو من نمیدونم. He's worth a million. I don't have. یه نفر میشناسید دیگه، این آقای پرویز کوپای. ایشون هم یکی از اونایی که قبلا قرار شده حمایت کنه یا فراموش کرده یا بلیت لاتاریش برنده نشده. امروز یه چیزی فرستاده بود که آقا اینو برای دوستانتون بفرستین. گفتم من مدت ها هست که چیزای اینجوری رو برای دوستان نمیفرستم، فقط چیزایی که مال خودم هست و دوست دارم و مایل هستم میفرستم. مثلا امروز آقای جمهور اصفهانی، دوست قدیمی ما، نو کال رایدی دوباره، دوست قدیمی ما، میخواییم گوش کنیم؟ شما هم دارید حتما از این برنامه. بله. ای بر پدرت لعنت باقا، که اینا باید هم شماره داشته باشن، هم اولش بگه اگه میخوای گوش بدی یکو بزن، اگه نمیخوای دو یا نو. و نمیکنه این هر کیه، اگر یه روزی گیرش بیارن ممکنه جریمه مریمه چیزی هم بشه. ولی فعلا چی میگفتن؟ چی نگرفته رو عشق هست مرق، یه چیزی. یعنی اینایی که خطا میکنن تا موقعی که نگرفتنشون فعلا دارن خوش میگذرونه. بله، این آقای کوپایه، یا نمیدونم چرا اصلا اسمشون هم اینجوری نوشتن کوپای. این آقای پرویز کوپای وقتی اینو فرستاد گفتم من نمیفرستم، ولی اگه بخواین $10 میدید توی صفحه مردم تیوی که تعداد بیشتری هم هست، تقریبا دو برابر 5000 که توی صفحه خود من هست اونجا. بعد نوشت که نه آقا، این که مال من نیست، این مال کنه، مال کنته، مال فلانه. گفتم خب اون دوست شماست، اگه دوست شماست برای شما ارزش نداره $10 خرج کنی. میخوام بهتون بگم آه، اسم پول که میاد چی میشه. بعد حالا نوشته چرا دوستم 1,000,000 ارزش داره ولی من پول ندارم. این یه نفر برای من یک موزیک بسیار قشنگی فرستاده بود، یا از آقای سالار عقیلی یا آقای ماشاءالله همشون اسما نزدیک نمیشه. جانم فدای ایران، چه موزیک قشنگی بود. جانم فدای ایران. گفتم خانم این میبینی که داره میخونه جانم فدای ایران، شما میبینی که الان داری کیف میکنی جانم فدای ایران. اگر یک ایرانی تو خیابون به شما بگه $3 بده من میخوام یه ساندویچ بخورم. دیدید پسره توی کالیفرنیا توی اون خیابون وست بود چی بهش میگن ایرانیا؟ پرژن سکویر، یعنی میدان پارسیان. وایستاده با دوربین میره به این آقا میگه که آقا من تازه اومدم، نمیدونم کیفم گم شده یا هر چیزی، $10 $5 من بده. یکیش میگه من کردیت کارت دارم. میگه خب با کردیت کارتت از این ماشین بگیری اینا. البته اون یه مقدار پررویه، دلیلش هم بهتون بگم. من 30 و چند سال تو آمریکا هستم، دبیت کارت ندارم، دوست ندارم. وقتی هم کردیت کارت داشتم، از زمانی که سال دومی که مثلا اینجا بودم گرفتم، یک بار تا حالا پول از ATM گرفتم. اینم رفتیم واشنگتن با دوستان مشروب خوری و عرق خوری و اینها، پول کم آوردیم رفتیم از ATM گرفتیم. اون موقع هم یا $3 یا $4 میگرفتم دیگه توبه. همیشه کردیت کارت به اندازه کافی، پول به اندازه کافی، و اگه پول ندارم نشون میده آقا خرج نکن. ولی این پسره به آقایان مردم ایرانی میگفت که خب برید اونجا ATM هست، چی آبر بانک هست، ازش بگیرین به من بدین. خلاصه داستان این که یک نفر حاضر نشد یه ساندویچ برای این ایرانی بخره. وقت جانم فدای ایران. بعد سبا تبار درست میگه، میگه آقا این ملت شروع کرد. بله
خب ببینید چی میگه. In 2014 Facebook bought WhatsApp for 19 billion. In 2012 purchased Instagram for a tidy sum of 1 billion dollar. خب حالا شما من بگو این که همه اینا مال خودشه، چرا مردم اینجوری انگوش به دهن، میدونید یعنی انگوش به کجا، انگوش به دهن میکنه؟ یکیش میاد میگه آقای سوربی اینستاگرام داری؟ میگم دارم، اونم مثل هزار مرض دیگه که سعی میکنم یاد خودم نیارم استفاده نمیکنم. آقا واتساپ داری؟ دارم، اونم مثل هزار مرض دیگه. چرا اینا اینجوری میکنه؟ چرا همشو نمیکنه یکی؟ اینجاست که اسم من و شما رو میبرن میفروشن. اون آقای جوان مردی که دوستان اسم خوبی هم براش گذاشتن، آقای ناجوان مرد، وقتی میگه بیان اینجا رفراندوم کنی، آخه تو چیکاره مملکتی میخوای رفراندوم انجام بدی؟ تو اگر فکر میکنی یه مملکتی، یک سازمان مللی، یک کشوری یک همچین کاری رو انجام میده، به اون اعلام کن رفراندوم بذارن، یونایتد نیشن رفراندوم بذاره، بیرین آری بدید. همه اینا هم اشتباهشون هم مثل مصدق و هم مثل جمهوری اسلامی، آری خیر، یعنی سیاه سفید، هیچ رنگ دیگه ای وجود نداره. اینا هستن که 500 تا اسم که میشه، 1000 تا اسم که میشه، به فلانجا زنگ میزنه آقا اگر من اینقدر دارم، اگه این میکروفون رو بدی به من مجانی، من برات لینکشو میذارم اونجا، ممکن 4 نفر بخرن. گول اینا رو نخورید. ببینید پشت صفحه ها کی هست، عکسی داشته باشه، ویدیویی داشته باشه، بشناسینش. برای این احمق میگم آقا من 20 سال تو رادیو تلویزیون های اینجا هستم، نمیخوام بگم تمام دنیا منو میشناسن. این جادجوری و همه جادجوریش میگه 10 میلیون نگاه میکنن. تلویزیون ایرانی برای که پول بگیره از مردم دروغ میگه، میگه من 40 میلیون بیننده دارم و اون احمقم بیچاره بهش پول میده. ماهی 22500 دلار. وقتی میگم احمق بهتون بر نخوره آقای دکتر مولانا ملازاده، شما حماقت کردی که ماهی 22500 دلار دادی که کل تلویزیون ها رو شما میتونستی بخری ماهی 10000 دلار. وقت بهت گفتن که 40 میلیون بیننده دارن. آخه شمایی که به مذهب اعتقاد داری، توی مذهب میگن اگه خدا رو ندیدی به دلیل عقل بشناس، نمیدونم فلان اینها، خب بادم نمیبینی، سرمارم نمیبینی، گرمارم نمیبینی، ولی حس میکن. آخه شما چجوری فکر کردی 40 میلیون 15 سال پیش بیننده یه تلویزیون؟ بله سوربی، پس اگر دبیت کارت نداری مثل ما لختی هستی. حالا یه چی براتون بگم، دبیت کارت وقتی شروع شد دادن به مردم، اونا خیلی زبلتر از من و شما هستن. میری تو بانک بهت میگه حالا که با این اکانت داری دبیت کارت هم میخوای؟ نه آقا من دبیت کارت میخوام برای چی، من کردیت کارت خودتو دارم، میرم خرید میکنم، اشتباه بشه طوری بشه ضمانت ها گارانتی ها 60 روز میتونم چی کنم. دبیت کارت پول رو از شما میگیرن و شما حالا باید التماس کنی تا کارتو انجام بدن. چرا همچین چیزی باشه؟ ولی مواظب باشید اگر کردیت کارت دارید بعد تواناییتون خرج کنید و به اصطلاح خودتون رو، باجتتون رو، بودجهتون رو کنترل کنید. خب دزد نگرفته پادشاهه. مانی جان سلام. بله شما اینو میگی، دزد نگرفته پادشاهه. حالا دزدایی هم که گرفتنشون قبلا پادشاه هستن. شما ببین از وضعیت پادشاه ها گرفته، از وضعیت این مردی که ترامپ دیشب آمده State of the Union. State of the Union یعنی این همبستگی ایالت ها رو ما اینجا حالا به نمایش میذاریم و میذاریم زیر ذره‌بین و گزارش سالیانه میدیم. اولا مردک رو توی مجلس راه ندادن، اون خانم پدرش رو در آورد، بعد دیشب اومده اینجا، این کراواتش هم کج شده بود، رفته بود به طرف چپ، مسخرش کردن، گفتن که ترامپ انقدر بده که حتی کراواتش هم رفته به طرف دموکرات ها، دموکرات ها چپن، ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها راست. و این هم آدم اونجا بود به این که همیشه هم کراواتش اینجوری میکنه و اینها، آخه این خیلی فکر میکنه خوش تیپه، خیلی فکر میکنه خوش هیکله، خیلی فکر میکنه موهاش قشنگه. یکی بهش نگو آقا رفتی به طرف چپ، بمانه وایستاده اونجا جناب رئیس مجلس، جناب معاون من، همسر من، بعدم ملت کف 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 کف. واقعا یکی از خودش بپرس آقا دست میزنی برای این موجود برای چی؟ کسی که حاضر شده تن فروشی کنه، چند ساله الان؟ 13 14 ساله.
بالاخره چند مدت با این توی رخت خواب میخوابیده، با یک موجودی که انقدر چربی کنتاکی فراید چیکن خورده که این بوی مرغ و بوی گند چربی دیدید از پشت این مغازهایی که فست فود هستن رد میشید، اون روغنه معلوم نیست یک هفته داره اونجا میجوشه، یک بوی میده، ولی آشپزخونه ما که همچین بوی نمیده. اونم حالا از همسایه آمریکاییتون سوال کن، میگه اوه او شما اون پریروز چی بود؟ گفتی قرمه سبزی. عجب بو گندی میداد. بمانه فیسبوک این دزد نگرفته پادشاه است، اونم اون. درود بر شما و سپاس از برنامه‌تون. من ممنونم خانم شهلای شاهینفر. دوستان گفتن آقا شاهینفر درسته، ما هم میگیم چشم. خب ببینیم که آقای مصبا از این خر شیطنت پایین میاد به ما راستشو بگه که چی میگه. صوبا به دخترش میگه های بابا، هلو، چون اینجا دیدی که میگه های های. اصلا بعضی وقتا هیچی بهت نمیگن، همجور زور میزنن نگاهت میکنن که دیگه شما میگی شاید گفته های یا گفته سلام، شاید من گوشم سنگین شده. چطوری؟ بگید بگید چی میگید. لوکینگ گود، خیلی ممنون، متشکرم. و اصل برنامه ما اینه، اتفاقا دیدم همین سعید یه جایی به اونایی که فحش و فضیحت میکنن که اکثرا یا مجاهدن یا طرفدار سلطنت نوشته بود آقا خانم تلویزیون برای وقت تلف کردن و سرگرمیه، اینقدر جدی نگیرید، اگه میخوایم فعالیتی کنید و اینها برید دنبال کار کاسبیتون یه جای دیگه. ممنونم که یادشون میدی با اون حوصله معلم بودن و اینها. و اما دیروز یه نفر برای من یک ویدیوی فرستاده بود که یک رادیویی، ما میدونستیم تلویزیون پارس هست دیگه، رادیوی پارس نمیدونستیم، اب نداره، رادیوی پارس هست، رادیوی پارس نو هست، رادیوی چلو کبابی فلانه، مهم نیست. گفت که آقا این دوست شما هم که شاه اللهی شده. گفتیم بابک هروی رو میگی؟ گفت نه آقا، این آقای امیر احمدی، هوشنگ امیر احمدی. گفتم مطمئنی؟ این میخواد خودش رئیس جمهور بشه، چجوری شاه اللهی شده؟ گفت آقا کلاه شرعی درست کرده به همایون و یه آقای دکتر نمیدونم چی چی دیگه، میگه که خب مردم ایران شاه دوست دارن، بیان رئیس جمهور انتخاب کنن، اسمشو بذارن شاه. من گفتم آقا شما شوخی میکنی، شاید بد شنیدی. گفت آقا این ویدیو رو فرستاد، البته صدا تنها بود و صدا رو ما گوش دادیم، دیدیم بله این دوست ما درست میگه. و آقای هوشنگ امیر احمدی میگه چون مردم ایران با شاه خاطره خوبی دارن. آقا این مزخرفات چیه آقای احمدی؟ مردم ایران با شاه و شاهان چه خاطرات خوبی دارن که شما 3 تا شاه رو نمیتونی پیدا کنی که تو ایران دفن باشن؟ 7000 سال 10000 سال قدمت این شاهنشاهی، 3 تا پادشاه رو اسم ببرید که در ایران باشن. یعنی مردم از جنازه اینها هم متنفرن. اون شما میای حالا که آخوندا به اجازه ندادن رئیس جمهور بشی، شرکت و سازمان آبان رو درست کردی، میای میگی که بیان رئیس جمهور انتخاب کنیم ولی اسمشو بذاریم شاه؟ بابا کلاه شهری، اگه بخوام که این آخونده تمام کلاه شهری سر ما میذارن. دیدی؟ گفت شما جمهوری اسلامی بعد ولایت فقیه. اصلا وقت فکرش میکنی دیوونه میشه آدم که چجوری اینا تونستن تو قرن 20 یه همچین معجونی رو به مردم ایران تزریق کنن و هیچ کم صداش در نیاد. بله میگه که ترامپ گفت از وجود این همه زن در کنگره جدید خوشحال بود، نگفت که این سناتورهای جدید همه دموکرات و به خاطر تنفر از ترامپ وارد میدان سیاست شدن. باریکلا زدی به هدف شما. میدونم این جهرم سربازی بوده، ببینم تیراندازیش اونجا چی بوده. ببین واقعا درست میگه، اگه میگه به خاطر ترامپ الان توی مجلس این همه زن نماینده داریم، حالا چه سناتور چه نماینده مجلس، درست میگه. این یه کارشو واقعا درست میگه. و خود اینا هم بعد برنامه که صحبت میکردن گفت مثلا یه نفر دزد
میتونه بیاد بره ادعا کنه به اون مثلا ADT Security System بگه ببینید شما این همه وسائل ایمنی و امنیتی و تو ایران چی میگن به این سکیوریتی و اینها فروختید به خاطر منه، من اینقدر دزدی کردم تو این منطقه که همه هی به همدیگه گفتن بخر حالا یه پولی به من باید بدی. یعنی میرسیم به یه جایی که دزدا و قاچاقچیا و اینها هم بیان از مردم طلبکار بشن، حق چی بگیرن؟ حق هزانت میگفتن، حق هزانت برای پدر مادران. ولی نمیدونم در اصل بله شما اینو درست میگی و ترامپ چون خانما به خاطر 100 سالگی حق رأی برای خانم ها لباس سفید پوشیده بودن و حتی اون خانم نانسی پلوسی هم که مثل زحاک که دوتا مار رو دوششه روی این دوش ترامپ پنس بود روی این دوشش چیز بود که اینا من نمیدونم دندونشو از کیمارت خریده، دندونش جفت نیست، اینجوری میکنه. دیده بودید بعضی مادر بزرگا ما بهشون میگفتیم چرا نیشتک میندازی؟ مادر بزرگ خود من هیچ وقت دندون مصنوعی نگذاشت، میگو من بدم میاد و میگو و آخرش هم با بعضی ها میدونید که یه بار دیگه دندون در میآوردن، ولی این با لثه‌اش تهدیگ هم میخورد و دیدی بودید بعضی وقتی حرف میزنن اینجوری میکنه. اون دفعه هم همین ترامپ به خاطر دندون مصنوعیش میخواست بگه United States go United shit و بمانه. این هم از این ماجرا. و دیروز لباس سفید اون خانم ها به این خاطر بود. بگه بله اینجا من برای این آقای پرویز بنویسم از خنده مردم. I just talked about you on my live program. حالا ملت میگن آقا تایپ نکن با این تایپ یه انگشتی، ولی بد نشد. ما از موقعی که آمدیم با کامپیوتر کار کردیم همیشه نگران بودیم این دوتا انگشتمون خیلی پهن شده، اینم از بس یادمون داده بودن که نونو با قطوق میخورن قطوق با نون نمیخورن. میگفتیم یعنی چی؟ میگو این یه تیکه پنیر که میذاری اینجوری بکش انگار میخوای اسفالت کنی، بکش رو نون همه جا پهن بشه. این انگشتای ما به این پهنی شده. اینو این حالا از موقعی که اومدیم تایپ میکنیم چون اونم یه انگشتی میزنیم این دوتا هم شروع شدن به چاق شدن. اگه میبینید انگشتا چاقه و ما هم چاقیم و اینها، خلاصه هر کدومش یه دلیلی داره. خب بریم سراغ، هنوز وقت داریم، 20 دقیقه وقت داریم تا برسیم به گفتار عقل بشر. و ایشون یه فیلمی هم فرستاده بود که مال چیز بود، مال همون مردابهای ایران، مال اون جنوب و اینها که عراق داره ایران هم داره و اینها. و نمیدونم اگه بحث امروزشون درباره مردابها باشه، باتلاقها ببخشید، فرق باتلاق با مرداب چیه؟ باتلاق اونجایی که میکشه پایین آدم ها رو، مرداب اونجایی که مثل مرداب انزلی آبای ساکن هست و اینها. نمیدونم در مورد سال نو من اشتباه کرده بودم، ببخشید، خیلی ممنون. ولی یه دوستی برای ما یه چیزی فرستاده بود و نوشتم که چند روز 36 روز از سال نو میگذره و از اون برم 30 چند روز مونده به سال نو ایرانی، این به اصطلاح تبریک سال نو اینجا بی مناسبت. ایشون نوشته که در مورد سال نو من اشتباه کردم، مرا ببخشید. ولی یادش رفته اون قسمت دومش رو که من سوال کردم جواب بده. شما هم مثل این دوست ما، مثل من، به اصطلاح به خاطری که یا با تلفنتون نگاه میکنید یا میخواین زود جواب بدید، حوصله ندارید، بعضی از چیزها رو نخونده میذارید، یعنی نمیبینید اصلا. توی تلفن دوتا خطشو میبینید، اون خط سوم نمیبینید. به همین خاطر شما و من باید سعی کنیم کوتاه بنویسیم تا اونا بلکه ببینن. و اما ترامپ is on a mission from God. از بس این خرابکاری زیاد میکنه، خرابکاری های دیگران که میان خیلی چشمگیر نیست. این خانمه
که دختر اون حاکیبی، حاکیبی حالا دیگه شروع کرده برنامه کمدی و جوک و اینا، چقدر بیمزه و اینا. و یه چیز جالب براتون بگم، این بابای سرا حاکیبی سندرز، اولا خودشو نگاه کنی چشاش اینجوریه، بعد یه اونبشی هم بود فیلم های وستن، دوتا چشش اینجوری بود، چشاش اینجوریه، بعد باباش هم نگاه میکنی اونم چشاش اینجوریه. مگه این چشم چپ بودن یا کریزی آی بهش میگن اینا، مثل که اینم روی جن، جن و پری روی جن هست منتقل میشه، چجوریه؟ و واقعا چه قیافه انکرال اسوات وقتا، یعنی صدای بد انکرال اینا چیه وقت صورتشون بده، در صورت دوتاشون وزشون بده. باطلاق لجنش بیشتر توش فرو میری، مرداب استخر طبیعیه. آها، اون چیزی که آدم ها رو میکشه پایین اون گردابه، ولی اون چیزی که توی صحرا هم هست با شن هست و اونم حیوان ها مردم آدم ها رو میکشه پایین، اون چیه؟ یادمون میره ها واقعا اینا رو، چون دیگه باهاش صحبت نمی کنیم یادمون رفته. بله پهلوی، بله خیلی ممنون. رضا شاه روحت شاد. مهریه خورسندی، بله شما واقعا باید برای اینها هم طلب آموزش کنید هم بخواید که خدا روحشون رو شاد کنه. اتفاقا دیدم آقای انصاری توی مصاحبه‌ای با یکی از این رادیوها و اینها گفته بود که شاه ایران رو خیلی دوست داشت و قبل از اینکه فوت کنه یا فوت بشه، میگن نگید فوت کنه، فوت کنه یعنی خودش خودشو کشته، قبل از اینکه فوت بشه خدا بخشیدش. میگم آقای انصاری عزیز برادر، شما که انقدر ایمانت قویه این حرفی که میزنی که خیلی بی خوده، شما از کجا خبر داری که شاه بخشیده شد یا بخشیده نشد؟ بله بله همه احتیاج دارن که بخشیده بشن اگر دستگاهی هست، نظم و نظامی هست که اون وقتی مردی میبرتون اونجا میپرسه و نمیدونم اعمالتو میاره جلوت، روز حساب هست. در اصل ممنون، متشکرم، خوشحالم که نه خانم اینجوری چیز نکنید، مهری بهشتی، من گفتم مهری خورسندی، ببخشید اینجوری شعار ندید دشمنان شاه، دشمنان ایران. این مثل حزب اللهی هست که میگن مثلا دشمنان خدا، دشمنان مردم هست، مثل دشمنان خمینی، دشمنان مردم هست. اینجوری نشون میده که مغزتون رو بستید، یه قفل محکم هم زدید درش، کلیدش هم انداختی دور، یه کمی باز بذارید، بذارید مردم حرف بزنن. شاه بیچاره هم همینجوری فکر میکرد که دشمنان شاه دشمنان ایران هستند، نبودن. اتفاق خیلی از مخالفین شاه که شاه هم مثل شما کم میدونست و فکر میکرد هر مخالفی دشمنه، خیلی از مخالفینش هم از شما هم از شاه ایران رو بیشتر دوست داشت. در صورت ممنونه. خب حالا که شما شروع میکنی به شعار دادن، دوستان اجازه بدید این مهری خانم رو بذاریم هرچی دلش میخواد فوش بده تا ذات پهلوی ها و سلطنت طلبها رو بیشتر نشون بده. من معمولا اینا رو مینداختم بیرون، ولی حالا میذاریم ایشون فوش بده. چون من دبیر بودم، وقتی رفتم فهمیدم که شما بچه‌ای که درس نمیخونه اذیت میکنه نباید بذاریش بره بیرون، باید اتفاقا مثل اینجا، اینجا بعد از کلاس هم نگهش میدارن توی دیتنشن، تو اون قسمت اتاق معلم مثلا اینا، و بازداشتش میکنن که بیشتر بشینه. خانم مهری خیلی خوشحالم که شما اینجا هستی و هر چه میخواهد دل تنگت عزیز برادر فوش بده. 57 سال پدر شاه و شاه فوش دادن، ببین چی شد. 40 سال این آخونده به مردم فوش میدن، زور میگن، ببین چی داره میشه. نکنید، روشتون عوض کنید. و اگر یه روزی فکر کردید که آدمی شدید برای قرن 21 با منطق، بیان مهمون ما باشید و با ما صحبت کنید تا دیگران بفهمند در این مغز شما چه چیزی جامد شده از قرن 18 و 19 و 14 و 15 مونده. مرسی که اینجا هستید، خیلی خوشحالم. بله مرد بر دشمنان ایران و دشمنان پهلوی. پهلوی خودش دشمن خودش بود. پهلوی ها خودشون، اینجا برید حرفای این آقای انصاری رو گوش کنید، میگه این رضا پهلوی به خاطری که ولیعت بود این بیچاره علی رضا رو به قصد کشت میزد،
به قصد کشت میزونه یعنی چی؟ یعنی همچین میزدش که نفس نکشه و اون بدبخت عقده‌ای شده بوده ولی مقاوم شده بوده. یک کمی بیاین مطالعه کنید خانم بهشتی، شما که اهل بهشتی هست. میگه من فحش ندادم، حقیقت رو گفتم، شما چرا دروغ میگی؟ از سن و سالت خجالت بکش. من چه چیزی رو دروغ گفتم؟ بیا توی برنامه شما حقیقت رو بگو. بیشتر از این من وقت با تلف نمی کنم، چون اینجوری شما به هدفت میرسی و ما رو منحرف میکنی. اول خاصی گفتم اول باید آدم بشی، دوم منطقی باشی، سوم حاضر بشی بیای همینجوری که من آمدم در جمع صورتمو نشون میدم، صدامو مردم میشنون، بیام صحبت کنیم. بازم ممنون که با ما هستی. شما همینجوری فوش بده، ز گهواره تا گور دروغ بگو. آره بگو، همینجوری بگو. مثل خب میگه ترامپ is on a mission from God. باورتون میشه؟ شاه هم فکر میکرد مأموریتی داره از طرف خدا، مأموریتی برای وطنه. آخوندها که دیگه نگو و نپرس، هر کاری میکنن میگن خدا اینو به ما گفته، خدا گفته، محمد گفته، امام گفته. همه اینها یه داستان کوچولو و ساده مشکلتون حل میکنه که چرا اینها اینجوری فکر میکنن. و واقعا راست میگن اون موقعی که میگن، ببینید اون داره حقیقت رو از طرف خودش میگه، واقعیت یه چیز دیگه است. این بحث واقعیت و حقیقت رو هر کی تونست توضیح بده بیاد مهمون من باشه، یا تو برنامه زنگ بزنه، پیام بذاره، پیامش پخش میکنه. آقای شبستری به نحو خیلی قشنگی توضیح داد، میگه تصادفا رو شما نگاه کنید، پلیس که میاد هر دوشون میگن ما تو سبز اومدیم، هر دو دارن حقیقت رو میگن، ولی واقعیت چیز دیگه است. واقعیت اینه که یکیشون تو قرمز اومده یا یکیشون تو زرد اومده، هر چی. در صورت ممنونم که اینجا هستی، نشون میده. بفرمایید ببینید اصلا تو ارزش نداری درباره خاندان پهلوی حرف بزنی. ببینید اینا خودشون از دیگران بالاتر میدونن. حالا همین خانم مهری بهشتی رو شما بیار بذار رو میز تشریح، میبینی او چقدر کارش بده. میبینی حتی تو مدرسه هم برای یه نمره که مثلا بگیره چه کارهایی که میکرده. ولی برو، در صورت براتون اینو میخونم که بفهمید اینایی که میگن با خدا صحبت میکنن از کجا سرچشمه میگیره. بفرمایید. بله، گفت که رضایت خداوند گاد. ترامپو اینو نگاه کنید که این 5 روز پیش این سرا گفتم چی؟ هاکبی، سرا هاکبی ساندرز، نمیدونم کی رغبت کرده شوهر این بشه. در هر صورت اینا رو نگاه کنید، بهتون اینجا نشون میدم کامرای 3 اگه پیدا باشه. این همه درباره ترامپ هست و خدا. این یکیش 5 روز بیشتر کهنه نیست. نوشته ترامپ is on a mission from God. ترامپ مأموریتی داره از طرف خدا. حالا جالبه این کسیه که اصلا کلیسا هم نمیره، حتی اون انجیلی که میگه مادرش بهش داده صحبت میشه که این یکیش هم به اصطلاح بلد نیست و نخونده و تا حالا چند بار که درباره انجیل صحبت کرده غلط گفته. در صورت اینم از این. و سارا ساندرز ببینید گفته God wanted Donald Trump to become president. میگه خدا خواسته. بل این حرفی که من به حزب اللهیا، به مذهبیان میزنم، میگم شما اگر باورمند هستید به خدا باید قبول کنید که هر چیزی رو خدا خواسته. حالا این چون زن پررویی هست، اونم مثل این خانم مریم بهشتی خیلی بیچاک و دهن و خیلی دروغگوه، به همین خاطر ترامپ همینجور نگهش داشته. این چند روز پیش آمد گفت که ترامپ به اصطلاح خدا خواسته که پرزیدنت بشه. بعد آخوندایی هم که دنبال پول جمع کردن اینا بودن، آخوندای مسیحی، اینا هم دیدید که هی قبل از انتخابات موقعی که دیدن ترامپ داره برنده میشه، برای که خودشونو به این شخص شارلاتان و پلید نزدیک کنن، هی گفتن که خدا به ما گفته به این رأی بدید، این آمده مسیحیت رو نجات بده، این آمده فلان. اینها یکی نیست بهشون بگه پوفیوزا، خدا کجاست، مسیح کجاست، چرا اون دوتا غلطی نمی کنن و دادن به این ابله، کسی که الان این دیگه ثابت شده که چیزا رو یادش میره. و اون یکی نه آلزایمر، نه یکی دیگه چیه،
که اونم فراموشی اینا. خلاصه اوضاع خیلی خرابه. در صورت استیت آف دی یونیون دیشب رو 1 ساعت و 20 دقیقه اجرا کرد، چیز گفت 150 بار هی بلند شدن دست زدن و نشستن و هیچ چیز جدیدی نگفت، همش همین چیزا هست. هر وقت هم که حرف از به اصطلاح متحد شدن و اتحاد زد، بلافاصله به دو جمله بعدش نرسیده بود دوباره گفت که من رو نباید بازرسی کنید، همین بازرسای ویژه. 17 تا پرونده دنبالشه و سختترینش مال نیویورک که اینا رو میتونه خودشو ببخشه، مال فدرال و اینها، ولی مال نیویورک رو نمیتونه ببخشه و اونا آخر دنبالش میان میگیرن. یکیشم اون روز سوگند یاد کردن که اینجا بهش میگن اینگوریشن دی، مراسم چی میگفتن مال ایران، تعویض میگن چی میگن، درس اون با وجودی که دیدیم جمعیت خیلی کمتر از دیگران بود و اینها، میگن پولی که اینها در گرفتن از مردم و میگن خرج کردیم مبالغش انقدر بالاست و حتما حتما خانواده این و افراد دوربرش این پولا رو حیف و میل کردن. حیف و میل درست نیست. حیف و میل موقعی که یه چیزی رو به جای 50 دلار شما بخری 100 دلار. اینا بالا کشیدن، اختلاس کردن. اختلاس موقعی که شما یه چیز 50 دلاری رو بیاری تو دفتر بنویسی 100 دلار، اون 50 دلار رو بذاری تو جیبت که آخوندا و مسئولین حکومت ایران استاد این کار هستن. براتون یه بار یه پیام پخش کردم که بچه زنگ میزنه به باباش، میگه بابا من میخوام برم مسجد، میگه نه مسجد نرو، اگه بری مسجد بعد میشی دزد و اختلاسگر، برو با دوستات عرق بخور ولی مسجد نرو. اینم کاری بود که بله. خانم بهشتی یه کلمه دیگه بنویسی میندازمت بیرون، حالا ببینم چقدر خری، ببینم واقعا شعور داری که بفهمی اینجا باشی یا منتظر یه درکونی بخوری با پوتین کبوی و بری بیرون. بنویس بعد از این خودت داری خودتو نشون میده، احمق من 20 داره دارم خودم نشون میدم، پوفیوز نفهم، پتیاره، جنده، هرزه، خودتو داری نشون میده چیه؟ 20 ساله من دارم همینو میگم و منم یه روزی مثل تو احمق و نادان بودم، دنبال این پهلوی بودم. عجب بی شرف های پر روی هستید. اینم یه دلیل دیگه که هر روز با آخونده فوش بدیم، چون اگر این قرم ساقا اینقدر خوب بودن این پوفیوزا جرأت نمی کردن. اینا قول بیدن یا بچه سرهنگی، بچه پولداری، بچه یه دزدیه که همه عمرش خورده و رفته. حالا یه کلمه دیگه بنویس تا بندم. اوکی رفتی بیرون، اسمش چی بود دوستان؟ مهریه بهشتی، الان میفسمش جهنم. بیا مهریه بهشتی، بیا مهریه بهشتی که حتما خیلی هم چه زشتی. اوکی حالا نگاه کنید، اینا مثلا عکس میندازه مال 300 سال پیش، عکس هنرپیشه، نمیدونم فیلمای ایرانی. بله بفرما نگاه کن، صورت جراحی اینها که نگو و نپرس. این خانم مهری بهشتی تبلیغ مجانی، اونایی که مثل ایشون احمقن و طرفدار مرده هستن و هنوز به مرده میگن جابیتشا که همون چاپیتشا درسته، برید همراه اینا، برید آقا خوش باشید. مهری بهشتی این دستگاه اونم حتی نمیذاره شما قیافه پلیدتونشون بدن. اوکی بله خیلی ممنون خانم تننازی، اون وقت حالا کجا بودی جواب این ابله رو بدی؟ نکنه رفته بودی چراغ رو خاموش کنی. میگن توی بحثی یه نفر توی مهمونی داشت شلوغ میکرد و هرچی مزخرف بود مثل این زنی که میگفت، یه نفر بلند شد رفت چراغ خاموش کرد، وقتی که این تموم شد منتظر بود مردم حرف بزنه، گفتن آقا چرا چراغ خاموش میکنی؟ گفت آقا من فهمیدم که جواب ابلهان خاموشیست، حالا ما باید بریم چراغ خاموش کنیم. عجب واقعا. این میگه بی ناموس. شاه ناموس داشت که خودش 10 تا دوست دختر و زنای هرزه و علم و اینها، فرهم مادرش و پدرش خان کرم بود، میداد از چپ و راست. اونا بی ناموس نیستن، ما بی ناموسیم که داریم میگیم این احمقا مملکت رو داشتن و با دست خودشون با تیشه به ریشه خودشون زدن. نه نمیذاره این دستگاه عوض کنم، ولی من که میتونم شما رو
بلاک کنم، برو کسافت. There you go. Bye bye. See you in hell. Okay. ببینید فقط دوستان و مقایسه کنید تو فیسبوک، ببینید کیا هستن که فحش میدن، کیا هستن توهین، تهدید. دیگه اون یکی دیگه چیه؟ 3-4 تا تی هست. این آقای صبری حسن پور اون وقتا میگفت، میگفت توی این تلویزیون نه توهین نه تهدید، توهین و تهدید و یه چیز دیگه، حالا ای کاش تمجید و اینا رو هم برداریم ازش. خب بذارید من براتون این ترامپ و خدا رو آوردم، ماجرای همشهری و حمایت به تیوی رو هم برای خودشون نوشتم، دو بارم نوشتم ولی دیدم یه بار رفته و ممنونم. و همونجور که گفتم تا عید صبر کن، خبری نیست. آقای امیر احمدی، هوشنگ امیر احمدی، بهش گفتم اگه میشه امروز بیا درباره این شاه رو انتخاب میکنی. بعد برای من گفته بود که بله قدیما شاه رو انتخاب میکردن. میگم چی به ما بگین؟ تو اون داستانا میگفتن بله یک کبوتری پرواز میکنه رو سر هر کی فضل انداخت، میگه که این کلش گه توشه، اونا میرن انتخابش میکنن. کجا شاه انتخاب میشده؟ یا یکی دیگه میگه نمیدونم بیژن و فلان، یک شیری، یه شیر این ور یه شیر اون ور، تاج رو گذاشتن وسط، گفتن هر کی میخواد. این شاهایی که ما دیدیم یک از هم بزدلتر، آخرینشون هم که این شاه ترسو چمدان به دست بود. آقای هوشنگ امیر احمدی، میدونم شما خانوادتون ارتشی بوده و فلان اینا، بالاخره این خون شاهان و ارتشی ها و اینها یک کمی چیز داره، خورد شیشه داره، ولی این نمیدونم. بله مانی خورسندی میگه تحقیشی نیست تو گت لید. بله این دکتر صمدی اون روز گوش دادی برنامه‌شو، و یه دکتری هم اینجا دوست ما هست توی برنامه‌های بازی و فوتبال و اینها، میگه مور سکس لس استرس، یعنی سکس بیشتر داشته باشین، استرس و عصبانیت و نگرانی و اینا رو کمتر داشته باشین. دکتر صمدی هم که یکی از دکترای معروف واقعا الان آمریکا شده، اونم اون دفعه قشنگ تو فاکس نیوز گفت که سکس سکس سکس، بعد تازه گفت هفته آینده میام بهتون میگم که سکس داشتن چند کالری مصرف میکنید و لازم نیست برید روی تردمیل بدوید و فلان و اینها. اینم از این. خب ولی یه چیزی بهتون بگم، من وقتی اینا میان، درست حالا آدم ناراحت میشه، دوتا دادم میزنه دوتا فوشم میده، از اون وقت خیلی خوشحال میشم که اینا یک تلویزیون پادشاهی که باور داشته باشن ندارن، به همین خاطر میان برنامه منو میبینن، برنامه دیگرانو میبینن و اینجا وای میسن سعی میکنن حرف بزنن فوش بدن و خیلی خرن. اگه خر نبودن، آقای مینویی طرفدار پادشاهی، بیا زنی که مردی که بیا بشین حرفتو بزن. شجاعت ندارن، شهامت ندارن، تحصیلات ندارن، یعنی تجربه هیچی ندارن، هیچی ندارن. یه مش آدم های دروغگو، به خودشون دروغ میگن، به خانوادهشون دروغ میگن، به مردم ایران دروغ گفتن، نتیجه شد امروز. ساعت 2:58 است. بفرمایید بیا این عبدی از کجا به کجا رسیدیم؟ خودکشی دست جمعی مردمان؟ نه آقا، خودکشی دست جمعی مردمان نبود آقای عبدی عزیز. این خانم فرح هرزه رو شما نگاه کن، چجوری با لباس و فلان اینا تو آخوندا داره غیر میده و نه غیر میده میرقصه، برای خودش داره بهشت میخره، چون این گویا کمونیست بوده توی فرانسه که بوده. من نمیدونم تا میخوام عکس نشون بدیم، امروز عکس نشون نمیده. عکسی که جنتی داره دست فرح رو، آقا این برای شما خیلی عجیبه، فرح تو دفترش یه سری کمونیستا رو آورده بود، یه سری هم آخوندا. وقتی من میگم اینا فرزندان خلف پادشاه هستن، شما قبول کن آقای عبدی فاطمه یا خانم نمیدونم عبدی دیگه باید بزنم، اینم بلبل است و پرنده و اینها. بله من نامشان ماندگار پادشاه نیکو بسند شاه بزرگ ارتشداران پدر ایران زمین. آفرین سعید ناظری، آفرین به شما. برو آقا، برو دنبال رضا پهلوی دوباره پادشاهی ببر ایران.
ولی از خودت سوال کن سعید جان، چرا شما حتی خجالت میکشی عکس خودت رو بذاری؟ فیسبوک قانونش اینه که شما باید عکس داشته باشی. شما قانونا رو زیر پا گذاشتی. دیدید شاه چجوری اون روز آخر آمد به التماس گفت من یک کاری میکنم دیگه از این خلافکاری ها نشه، قانون اساسی رعایت بشه. دیدید؟ نکنید، قانونا رو رعایت کنید. بله بریم این صحبت های دوستمون رو گوش کنیم درباره برنامه عقل بشر. شما هم اگر درباره موضوعی مایل هستید صحبت کنید، با بینندگان باشید، با شنوندگان باشید. بله هر کسی این روزا میتونه تلفن رو برداره، برنامه بذاره و پخش کنه. ولی چند نفر میبینن اینه که طرف ترجیح میده تو این تلویزیون باشه، اون تلویزیون باشه، اونجا باشه، اونجا باشه. ما به هیچ کس نمیگیم کاری رو که انجام میدی قطع کن، بیا اینجا. میگیم اینجا هم میتونی برنامه‌هاتو داشته باشی. صدای عقل بشر شماره 88 با هم بشنویم. ممنونم از این دوستمون که زحمت میکشن و این برنامه ها رو پر میکنن و میفرستن. دوستان حمایت یادتون نره، تلویزیون مردم احتیاج به حمایت شما داره. بفرمایید. سلامی گرم به آغاز بخش نو از گفتار با مغزها پیرامون عقل بشر. بینندگان و شنوندگان محترم حتما توجهی دید که در پیشین گفتار پیرامون مغز و تأثیر احساسات و حسهای غیر قابل کنترل بدن سخن گفتم. مسائل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مغز را در میان سخنان یادآور شدم. حتما با هوش و فراست شخصی دریافتید در این گفتارها به اقتصاد اشاره کرده ولی درباره اش سخنی نگفتم، زیرا این اصل تأثیرش بر مغز بیشتر از دیگر اصول و معیار هاست. اقتصاد بقیه اصول را زیر خود خم کرده و همه‌شان را می‌تغییرد و به سبک و روش‌های گوناگون در همه امور انسان و زندگی و محیطش تأثیر می‌نهد. اقتصاد چیست؟ تهیه کردن نیازمندی‌ها و وسایل مورد نیاز انسان بنابر اهمیت از نوشیدن، خوردن، پوشش و سرپوش و پس از آن دیگر نیازمندی‌ها همه کالاست. در دنیای انسان داد و ستد کالا و نوسان‌ها و مسائلش را اقتصاد نامیدند. به تصوری انسانی همه نیازمندی‌هایش را خود می‌سازد، با کسی و یا طرفی داد و ستدی ندارد. این انسان خیالی از اقتصاد و مسائلش دور است. در روز نخستین انسان بر روی این کره برآوردن نیازمندی‌های انسان چگونه بود؟ انسان آفریده شده روز نخست دریافت که برای زنده بودن باید بنوشد و بخورد، سپس بر اندام خود پوشش نهد و سقفی تهیه کند تا از آسیب‌های محیط و دیگر جانوران در امان باشد. با افزایش تعداد انسان در اجتماع نخستین، تهیه نیازمندی‌ها و وسایل آسایش سریع‌تر فراهم و آسان‌تر می‌شد و پیشرفت حاصل می‌گشت. این یک امتیاز مهم و تفاوت اصلی انسان در دیگر موجودات زنده است. یعنی همکاری انسان با هم نوع آسایش و تغییر به بار می آورد. این برتری انسان از دیگر جانوران را ما نساخته ایم، بلکه از ضروریات آفریدگی انسان است. انسان تنها در یک باغ پرمیوه نمی تواند به تنهایی به زندگی به ادامت. در آغاز به ده ها و با پیشرفت به صدها و هزاران و میلیون‌ها انسان دیگر نیازمند شد تا سطح زندگیش را نگه داشته و به پیشرفتش ادامه دهد. در روزگار کنونی برآوردن نیازهای هر کدام از ما را میلیون‌ها انسان ساخته و می انجامند. دیگر جانوران به علت آفرینش و مسائل خصوصی خودشان در خلقت می توانند به تنهایی در محیطی که به دنیا آمده اند به زندگی ادامه دهند. انسان این توان را دارد یا ندارد. با هم زیستن و زندگی دست جمعی بشر توانسته در همه محیط‌های این کره به زندگی است. به هوا، سردی و گرمی عادت و بر خوراکی‌هایی که در محیط دارد عمر را بگذراند. باز تکرار سوال: انسان نخستین چه اقتصاد و چه اصولی داشت؟ چگونه می‌زیست؟ نیازمندی‌هایش چگونه برآورده می شد؟
داد و ستد بدون حساب و کتاب میان انسانهای اولین سالیان دراز ادامید. جمعیت افزایشید. همه می دانستند که با همکاری با یکدیگر می توانند مشکلها را حل و به زندگی بادامند. نیازمندی موجب شد شکلی از قانونهای اجتماعی و اقتصادی زائده شوند که در ضمن نگهداری از حقوق عموم در میانشان عدالت حکم فرما باشد. جیمز هنری برستید، نویسنده آمریکایی، عمرش را گذران و درباره تاریخ باستان مصر سالیان بررسی ها نمود و کتاب ها نوشت. اوضاع مردم مصر را قبل از شکل گرفتن اصول حکمرانی و کشورسازی برای من وصفیده. بر اساس نوشته های این نویسنده که در اوایل قرن بیستم منتشر گشت، مصریان سیاه‌پوست که برای یافتن عوامل زنده ماندن از آفریقا به جنوب مصر مهاجرتیده بودند، در دو کنار رود نیل مستقر و کشاورزی را فرا گرفتند. پس از سالیان زحمت از سیستمی پیروی می‌کردند که به آن آغاز وجدان و انسانیت نام نهادند. بر اساس سیستمی ثبت و نوشته نشده همه با هم بودند، با همکاری همگانی می‌کاشتند و درو می‌کردند، محصول را در میان خود می‌تقسیمیدند. در آن دوران نخستین از تاریخ انسان بر این کره طرح‌های خودخواهی و تجاوز و جنایت جایی نداشت. بودن هر شخص و فعالیتش سودمندی جامعه را به دنبال داشت. بدین علت زنده بودن ارزش داشت. با همکاری گروهی نیازمندی‌های همه برآورده می‌شد. انسان با وابستگی به اجتماعش در آسودگی می‌زیست. تنها مسئله‌ای که مردم نخست را می‌رنجانید بالا آمدن رود نیل و غرق شدن زمین‌های کشاورزی بود. محصول را از بین می‌برد و کمبود خوراکی گریبانگیرشان می‌شد. همکاری دست جمعی محو کردن دشواری‌های زندگی را می‌آساند. طبیعت و دیگر جانوران عوامل دشواری‌های اجتماعی انسان آن دوران بودند. تنها حل برای زندگی و زنده ماندن همانا فعالیت دست جمعی بود. هر اقدامی را که به فکرشان می‌رسید برای زنده ماندن و محافظت از جان یکدیگر بر طبق اصول ننوشته شده ولی خودساخته و عمومی گشته و کاشته شده در بیشعوری‌ها، چون پایبندی‌های اجتماعی و انسانی در روابط با یکدیگر به کار می‌گرفتند. هزاران سال در میان خود و با خود به زندگی ادامه دادند. ناگهان در حدود 10,000 سال پیش سفیدپوستانی از آسیای میانه به طرف جنوب کوچ و با دیدن رود نیل به سوی جنوب و یافتن منبعش رفتند. در راه با انسان‌های سیاه‌پوست مهاجر آفریقایی کشاورز روبرو شدند. با استفاده از سلاح اجتماع آرام و پایبند به وجدانشان را متلاشی کرده و با خشونت و کشتن مردمان شالوده اصول انسانی را از میان بردند. سیاه‌پوستان که آرامش و هم نوع دوستی را پایه زندگی می‌دانستند، سلاح مبارزه با انسان نساخته بودند تا با سفیدپوستان بجنگند. برای تسلط بر سیاهان جنوب مصر معیارهایی دیگر از معمول در اجتماعشان کاشتند. نخستین آنها اطاعت از زور بود، یعنی سفیدپوستان حمله کننده میباید اربابی کنند، هرچه میخواهند و به آن مایلند باید برآورده شود و به انجامد. بدین صورت بود که نخستین پایه برتری نژادی تأسیسید. از آن روز تا کنون سفیدپوستان خود را بهترین و برتر از دیگر رنگ پوستا میدانند. زورورزی و استفاده از نیروی سلاح و بازو و معیار اصولی شد که برای مطیع نمودن انسان ضعیف در اجتماع حکمران گشت. آن روابط انسان و کوشش و اصرار برای نگهداریش به وسیله زور از مغزها بیرون انداخته و معیار برتری سفیدپوستان و اربابان بدون علت و یا هر گونه منطق در بیشعوری انسان جای گرفت. سفید پوست سلاح در دست حق دارد که بر سیاه پوست زحمت کش مسلط باشد. سفید پوست حکمران می شود بدون دلیل و فقط برای اینکه نیرومند است بر سیاه پوست حکم کرده، می خورد و می خوابد و در آسایش به سر می برد و آنان که زحمت می کشند
وسایل آسایش حاکم را تهیه و او را محترم و بالا سر می شمرند، همان بی ارزشان هستند. برای بالا سر خانه و سپس کاخ می سازند و خودشان بر روی زمین و زیر آسمان می زندگیند و یا در کلبه به سر می برند. این اوضاع معیارهایی ساخت که رهبر عالی مقام که فرعون نامیدنش می باید از جنسی بالاتر باشد. نیروهای حاکم بر سرنوشت مردم به طور کلی در اختیار اوست. راضی کردنش بهترین وسیله برای رسیدن به آسایش و خوشبختی است. نخود در جنوب مصر می کاشتند و درو می کردند و فرعون با زور محصول را از آنان می گرفت. مقداری برایشان می گذاشت که برای زنده ماندن کشاورزان کافی بود. اگر کم بود داشتن می باید به فرعون و اطرافیانش دستاویز شده و مقداری از محصول ربوده شده خود را با بردگی و انجام کاری باستانند. در برابر زحمت مردم، فرعون و سپس اطرافیانش برای افزایش محصول برای کشاورزان نیایش می کردند. پس می باید نیایش کدهی ساخت که در آن نیایش را مستجاب شود. فرعون مورد پرستش قرار گرفت و همه وجود انسان در رضایت او خلاصه می شد. او آفریدگار و ارباب و عامل بخشش و زنده باقی ماندن مردم بود. چه کسی دانش تفسیر و تحلیل معیارها را داشت که بر آن اعتراض کند؟ موبدان روز به روز نیرومندتر گشته و به دست آویزی با نیروی زور فرعون را بزرگتر کرده و مردم را ناچیز می شمردند که فقط برای کسب رضایت فرعون می باید فعالیت کند. بکارند و بدروند و فرعون ببرد و بخورد. ادامه و تکرار این معیارها در مغزها چنان ریشه دوان که پس از گذشت هزاران سال نمیتوان آن را از بیشعوری انسان خارج نمود. در اینجا تاریخ پیدایش سیستم اقتصاد را متوقف کرده و درباره آنچه در این گفتار آمد بیشتر می اندیشه. بارها تکراریده ام که همه معیارهای ما به ارث رسیده است. چون سفید پوست هستیم، برتری طبیعی خود بر دیگر نژادها را در بیشعوری انبار کرده ایم و آن افتخار و خود را برتر می دانیم. کدام یکی از ما در انتخاب رنگ پوستمان نقشی داشته ایم؟ فکر نکنید که آریایی های مهاجر از شمال اروپا به فلات ایران بهتر از آن فرعون های نخستین بودند. در جنوب ایران مانند جنوب مصر مهاجرین آفریقایی می زیستند. آریایی های مهاجر به شدت آنان را کوبیده و از میان بردند. نوزادگان آنان که باقی مانده و در نتیجه اختلاط با سفید پوستان رنگشان تغییر کرده هنوز در جنوب ایران می زندگیند. تاریخ را چنان به ما فهماندند که ندانیم قبل از حمله آریایی ها ایران سرزمین انسانهایی دیگر بوده. از خشونت و آدم کشی آریایی ها کسی ما را خبردار ننمود. رفتار آریایی ها که پس از حمله فرعون به مصر انجامید نشان می دهد که مسئله تبعیض نژادی چون یک عهد در میان انسانهای آن زمان منتشر و یک واقعیت شده بود. شک نکنید در دنیای مدرن هنوز این معیار حکم فرماست. آیا خوانده و یا شنیده اید که اروپاییان با بومیان سرزمین‌های نوین مانند آمریکا و استرالیا و تا اندازه نیوزیلند چگونه رفتاری داشتند؟ همه‌شان و بدون استثناء چون فرعون رفتار کرده و سیستم زور پیاده کردند. استفاده از زور معیاری است که انسان در همه دوران تاریخ وجودش بر این کره از آن استفاده کرده. در کلاس دوم دبیرستان در درس اجتماع حق را می شرحیدند. حق و قانون، حق و عدالت، حق و عادتها و معیارهای اجتماعی، حق و زور. در زندگی یافتیم که هر که زور دارد حق با اوست. این کشورهای استعمارگر برای چه سرزمین‌های دیگران را اشغال و مردمانش را به بردگی و یا سخره گرفتند؟ چرا باید زوردار به خود حق بدهد که بی زور را ذلیل و مورد سوء استفاده قرار دهد؟ زورگویی در بیشعوری عقل انسان چنان مورد قبول قرار گرفته که در فرهنگ امروز منافع نامیدنش، مثلا آمریکا در دیگر کشورها به چه حقی دخالت می‌کند؟ برای چه در گوشه و کنار دنیا پایگاه‌های نظامی دارد؟ جوابش است از منافعش دفاع می‌نماید. این پایه و یا بهانه از هزاران سال پیش وسیله بردگیری بوده. به همین علت ایرانیان مصر را اشغال کردند.
یونانیان تا دروازه های چین رسیدند و انگلستان همه دنیا را اشغال و زیر تسلط خود قرار داد و تا کنون از چین دخالتی دفاع و خود را صاحب حق و اشغال را حق و حق قانونی خود می شمارد. آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم تنها کشور نیرومند جهان بود در همه دنیا دخالت، توطئه و کشتار می کند و همه سازمان‌های بین المللی و انسانی و تشکیلات همگانی نتوانستند آمریکا را از این زورگویی‌ها، مفتخوری‌ها و چپاول‌ها دور کنند. آیا یک فرد معمولی آمریکایی از اشغال عراق سودی برده؟ آن همه طلا و ارز نقد را که از بانک مرکزی عراق رو بودن در جیب که خالی کردن؟ همه افراد ملت بر این کره شماره‌های بی ارزشی هستند برای جاه طلبان زورگو. در دنیای امروز انسان تصور آزاد بودن میکند. اگر بیندیشید سپس بررسی کنید میابید که 99% جمعیت دنیا زندانی و بنده 1% زورگویان هستند. این معیارها را شما و من نساخته ایم، ارث برده ایم. اینقدر در بیشعوری من فرو رفته که خفت و خاری و پستی و حقارت خود را نمی تشخیصیم. احساسات من چنان درگیر معیارها و اصول حکمران هاست که وقت و توان اندیشیدن و پی بردن از حال خود را نداریم. در برابر رهبر، شاه و یا رئیس بی توانیم. حال این شخص اول که باشد مهم نیست. عقل ما حکم می کند که به او احترام گذاشته و مطیعش باشیم. برای اینکه فرو رفتن این معیار خارج از توان در مغز را بشناسید، این شاه اللهی ها را تحلیل کنید. هیچ کدام لیاقت شازده را زیر سوال نمی برد. فقط بودنش از تخم شاه قبلی را معیار بنده بودن و بندگی خود و طاعت از او می دانند. اگر باباش خوب بود سیستمی نمی ساخت که توسط یک آخوند فرو ریزد یا با ناشایسته رفتار موجب قیام ملت را نمی فراهمید. آری همه را ارث برده این کسانی که فکر می کنند فرعون و هر بالا سری برآورندگان نیازهای ما هستند، باید بدانند که همشان موجودهای پلیدی می باشند که به فرشته بودن تظاهر می کنند. در دوران همه تاریخ انسان شاید چند نفری از این پلیدی دور بودند. از دوران نخستین فرعون حاکم بر مصر تا امروز در روش حکمران و وضع محکوم یعنی عموم انسان‌ها بر این کره تغییری پدید نیامده. همه جریان‌های انسان برای این کره تکراری است به شکل‌های گوناگون. علت اصلی پایه‌ای است که اقتصاد نامیده شده. کلمه اقتصاد محترم و دیپلماتیک در بیشعوری به صف رسیده. در سیرک یک حیوان را برای اطاعت و انجام کاری با خوراندن و یا نخوراندن در آغاز تشویق و انجام کاری می‌کنند. پس از تکرار حیوان خود به خود مطیع و پیرو می شود. این پلیدان و مقلدین فرعون ما را برای خوشی و آسایش خود و برای ادامه بندگی به روش مشق حیوان در سیر به حرکت در می آورند. دست گذاشتن بر اقتصاد توسط حکمران انسان را در بندگی همیشگی و ناگریز قرار داده. گفتار درباره مسئله ملالت آور اقتصاد ادامه دارد. در برنامه‌های آینده درباره اش بیشتر خواهید شنید. شادکام و موفق باشید. بسیار ممنونم. چه جالبه که این صحبت این دوستمونم یه دفعه ربط پیدا کرد به شاه اللهیا. به مجید خوش آمد میگم، مثل که تازه رسیده. میگه آقا چی شد اینجا دعوا بود؟ نه، اون وقتا چی میگفتن؟ بر نمیدونم خرمگس معرکه لعنت. یک خانمی آمده بود به نام خانم مریم بهشتی، مهری بهشتی، و این از اونایی که همون چاپیچا، ولی اجازه بدین که آقای خوشنودی هم ایراد میگیره از این دوستمون از خلیج فارس، میگه خب بر اساس صحبت خودتون اگر اونجوری باید بگید بدورانند، نگید دور کنند. باز اون روز نمیدونم مانی خورسندی بود یا نه که راجع به هادی خورسندی صحبت کردم و دیدید که این دوستمون آقای مصباح هم حتی جواب نداد، با وجود که ایشون خیلی حاضر به جواب هستن و
هادی میگه که یه دفعه فکر کنم گفت تو تگزاس بودم برنامه اجرا کردم، گفت وسط برنامه یکی آمد سلام علیک گرم و درود ورود و اینها، بعد گفت که آقا من یه شکایتی از شما، برنامه خیلی عالی بوده تا حالا، یه شکایت کوچولو دارم. گفتم چیه؟ گفت شما اول برنامه که اومدید به جای سلام گفتید، به جای درود گفتید سلام. هادی هم دیدید همیشه اینجوری میکنه و میخنده و گاهی وقتی هم اینجوری میکنه. گفتش گفتم پسر جان من سنی ازم گذشته. میدونید هادی کسیه که میگه من سیگار کشیدن رو از تو توالت شروع کردم از ترس بابام، حالا هم سیگار کشیدن از ترس بچه‌ام تو توالت باید انجام بده. خلاصه ببینم اگه حوصله‌اش داشته باشه اینا، حال داشته باشه یه روز باهاش صحبت کنم. گفت که همین آقایی که به من ایراد میگرفت، حالا اون وسط کاری که همه میخوان یا برن دستشویی یا میخوان برن یه چایی بخورن یا بالاخره خستگی در کنن، من گرفته اینو میگه و اینها. بعد نمیدونم نقل چی شد، گفت مثلا حالا یا داداشت شاید مانی تو رو میشناخته، این دوستای تو اینجوری هم. گفته که حالا وقتی خواست بره گفت، گفته که سلام داداشتم برسون. گفتش گفتم حالا سلامشو برسونم یا درودشو برسونم. همین ماجرا برای من و امید امیدوار، امید امیدوار سالها پیش با داداش من کاراته کار میکرده و اینها، و یه دفعه که رفتم باهاش نهار خوردم گفت آقا تام شروع کن بگو درود. گفتم آقا من آدم راحتی هستم دیگه، روم نشد بگم آقا من تنبلم. هر حالا یه وقت هم بهت میگم چطوری کاکو خوبی، حالا شما خیلی سخت نگی. گفت بله ما باید بگیم درود، ما باید پاس بداریم، ایران را پاس بداریم، پاسداران را پاس بداریم، از این مزخرف ها گفت. و آخر کار داشتم میرفتم گفت سلام داداشتم برسون. گفتم پول نهار تو باید بدی. گفت چرا؟ گفت تو به من میگی بگو درود به جای سلام، حالا خودت میگی کارمون خرابه. بله درودتون رو میرسون. دمت گرم. حتما اگه تماس گرفتی بگو که سوربی میدونید که این بنده خدا هادی خورسندی هم والا نمیخوام بگیم ولی چوب دو سر طلا است، از دو طرف اذیت میشه. یه نفر جدیدن یقش گرفت آقا 40 سال پیش که گلو پاره میکردی، گو آقا من از همون فردای انقلاب شروع کردم چیز گفتم، بعد من اصلا از یه سال قبلش خارج بودم و فلان. نه بماند، در صورت واقعا روزگار غریبی است. برمیگردیم به اون صحبت آقای سبا تبار که میگه ملت دیگه دارن از اینوری میرن، حالا از نوکر شاه بودن و از امت ملا بودن، حالا دیگه خدا رو هم بنده نیستن. اون روز گفته بودم دنبال این میگشتم، یه نفر گفت خدا رو بنده نیست. ممنونم از دوستانی که عکس فرع پهلوی و جنتی رو فرستادن، مثل که اینجوری میتونم نشون بدم. یه چیز اون اشکال داشت که تا اونو میزدم این فریز میشد. البته اشکالای ما هم کم نیست، ولی ما معمولا چون ایرانی هستیم و نژاد آریا هستیم و درجه یکیم، همیشه اول سعی میکنیم اشکالای خودمونو بندازیم گردن طرف. بله میگه که ما هم ماجرامون اینجور بود که تا بچه بودیم مغز قلم استخون رو بابامون میخورد، الان که بچه داریم مغز استخون رو بچه‌مون میخوره، ما نسل مظلومی هستیم. بعد این میگه امید نادان اسپک. نه من راجع به امید امیدوار صحبت میکنم آقای فرخ. اگر یه وقت شما اشتباه ممکنه گفته باشم امید دانا، امید امیدوار اونم شما میشناسی، اونم تو کارهای موزیک و اینها بود. بعد که این بازار تلویزیونا سیاسی داغ شد، یه دفعه اونم سیاسی شد و جالبتر این که اومد شاهرخ رو هم آورد. شاهرخ هم خودش خراب کرد، نشست پول بدین تا ما بریم با آخوندها بجنگیم، یا پول بدین تا بریم ایران رو آزاد کنیم، از این مزخرف ها که هیچ کدام به هیچ جا نرسیدن. بله این عکس فرع نشون میده که اینها میبینید اینا همشون حقوق بگیر ساواک و حقوق بگیر بنیاد پهلوی و حقوق بگیر نمیدونم بنیاد فرع و اینا بودن. بله و این یه عکس دیگه، و ببینید که این یه کاریکاتور یه نفر برای من فرستاده خیلی قشنگه. یه پای یه آدم بزرگی داره روی کوچکتری فشار میاره، بعد زیر اون عکسی که نگاه میکنی پای اون داره یه نفر دیگر فشار میاره، پای اون داره یه نفر دیگر، و اینا همینجوره. حالا اون آخونده بود، اینم ببینید واقعا ارتش، هی نگید چرا ارتش وای نساد، ارتشی که مجبور باشه دست فرح رو ببوسه
مثل الان دیشب سناتور و فلانی که باید بلند شه کف بزنه برای زن ترامپ، آفرین به تو که به خاطر پول میای میخوابی زیر پای این مردک. خب این میشه، وقتی این میشه دیگه اینها غرور ندارن، دیگه اونها اون حمیت، وطن پرستی، شجاعت، شهامت رو ندارن. و اما اینم یه عکس دیگه، حالا اون دست اونو ماچ میکنه، از این برم آقای شاه با بلندش بره دست الیزابت رو ماچ کنه. این دست بوسی از خانم ها هم به نظر من باید برچیده بشه، این روبوسی مرد ها هم باید برچیده بشه. ای خوشا اون کسی که این دست دادن رو تبدیل کرده به فیست بام، اینجوری مشت میزنیم به هم دیگه، نه مشت محکم ها. آقا هم از آنفولانزا و اینا کم شده، حالا بیایم پایین تر، از همش بدتر، از همش دیگه واقعا کیسینگ استر، این بدبختیه که ببینید شما بری این همه مدارج یا اون چیزای عالی رو تی کنی، مال چی بهش میگن، مال ارتش، بشی تیمسار. این آقا نگاه کنید 4 تا ستاره و یه تاج، این دیگه یعنی بالاترین چیزی بود که تو ارتش بود. اگه اشتباه نکنم این یکی اوویسیه که اینجا وایساده، ولی این یکی که دولا شده داره ماچ میکنه دست رضا پهلوی رو، خوی بدبختم رضا پهلوی اولا لابد خندش میگرفته، ولی بعد دیگه عادت میکنه، بعد دیگه انتظار داره، بعد دیگه اگر خانم مهری بهشتی نره کونه رضا پهلوی رو ماچ کنه، یقشو میگیره چرا امروز که آمدی کونشو ماچ نکردی؟ بدبختا، خاک بر سرا، پس فطرتا، که واقعا فطرتتون پسته. کی شما رو پست کرد؟ همین حاکمان دیکتاتور، چه شاه و چه شیخ. بله اون هم از اون ماجرا. و نمیدونم من راجب امید دانا چی گفتم، شاید اون مصاحبه‌ای که گفتم آقای انصاری با امید دانا انجام داده و میگه شاه آمرزیده شد چون شاه ایران رو خیلی دوست داشت. آقا این حرفا چی؟ شاه ایران رو خیلی دوست داشت، یه حساب بانکی تو ایران باز کرده بود، یه منطقه رو رفته بود مثل جنوب فرانسه آباد کنه. یکم آقای انصاری حالا که دیگه شما چیز شدی، گاهی وقتی به اصطلاح وحشت نکن از این حملات شاه اللهی ها. بله از هاریست که ایشون نوشته، از هاریست، بله از هاری هم اینجا زندگی میکرد، خیلی آدم ترسو، بزدل و بدبخت بود. فرخ میگه که ببخشید، بله امید امیدوار را میشناسم، با یک نفر که اسمش یادم رفته تلویزیون داشت. آره اینا برنامه داشتن، اون دوستش منم یادم رفته الان، و برنامه های نیم ساعته و اینها، و میشه بگی اونو اولین کسایی بودن که اینجا بودن، ولی خیلی چون مغروره، همیشه فکر میکنه همه چیز رو بلده، تو یک جای مونده. حالا با وجودی که میگم نمیدونم کارشناس کامپیوتر هست و اینها بماند. خب گفتار عقل بشر رو شنیدیم، بریم ببینیم ما که نه از عقل خبر داریم نه از بشریت اینجا چی نوشتیم. این دوستمون به اصطلاح مرامنامه و اساسنامه حزب رو فرستاده، حزب حق، گفتم من میتونم اینو نشون بدم. ایشون اون دفعه گفته بود نه صبر کنید تا با دوستان نزدیک دارم اشکالاتشو برطرف میکنم بعدن. این بار که فرستاد گفتم که میشه، دیگه جواب نداد. این همونی که گفتم خط دومو نمیخونیم بعضی وقتا. و اما یادتونه درباره این که شاه با خدا صحبت میکنه، ترامپ با خدا صحبت میکنه، جورج بوش با خدا صحبت میکنه، آخوندا که دیگه نگو نپرس، از آیت الله، حجت الاسلام، آخوند، طلبه، همه، میرزا، سید، فلان، همه با خدا صحبت میکنن. ولی واقعیت داستان اینه، میگه در یکی از حکایت‌های عرفانی آمده است، من نمیدونم حالا لازمه که بنویسیم، در یکی از حکایت‌های عرفانی آمده است، نه اسمشو میدونیم نه اون عارف رو میشناسیم. بگو آقا یه داستانی حکایت میکنه که روزی دو دیوانه شدیداً با هم گلاویز شده و با مشت و کتک و لگد و بد و بیراه به جان هم افتاده بودن.
دیوانه سومی از راه رسید، به آنها نزدیک شد و علت دعوا را از آنها جویا شد. اولی با قیافه حق به جانب چنین ادعا کرد: خداوند دیشب بر من ظاهر شد و به من اعلام نمود که من تنها پیامبر برگزیده او هستم. دیوانه دوم سخن اولی را با خشونت قطع کرد و گفت: این مردک مزخرف میگوید، حق تعالی امکان ندارد چنین انتخاب احمقانه‌ای بکند. همین دیشب خداوند بر من آشکار شد و به من اعلام نمود که من پیامبر برگزیده او هستم. دیوانه سومی سری جنباند و با کمال اطمینان خاطر خطاب به هر دوی آنها گفت: هر دو مزخرف میگویید، من دیشب به سراغ هیچ کدام از شما نیامدم و هیچ یک از شما را به رهبری و پیامبری انتخاب نفرمودم. ببینید این واقعیت. بعد شما جواب منو ندادید. صبر کن آقای رضا حبیبی، اگر مهمان مایی تازه دل باش. حموم عمومی رفتی؟ اون وقتا اگه میرفتی مثل ما بچه بودیم، پول تیپ و این آمینا نداشتیم، میگفتیم آقا ما 2 ساعت نشستیم، خب کی کیسمون میکشی؟ میگفت بچه برو بشین تا بخور، تا بخوسی. چون اگه گفتی بخوس بی اصفهانی میشه یعنی خوابیدن، ولی برو بشین تا بخوسی. بخوسی شیرازی یعنی خیس بخوری. شما هم صبر کن، از راه آمدی، من برنامه دارم اجرا کنم، شما از راه آمدی، سوال چیه؟ اولا دیدم شما به خودت هم سوال جواب میکنی که مجید ازت پرسیده آقا رضا شما به خودت اینجا مشاوره داری یا مشاعره داری؟ چیه سوالت؟ من پیرو کی هستم؟ من اگر بگم پیرو کی هستم، تو منو دوست داری و پیرو من میشی؟ بگو رضا پهلوی، من پیرو رضا پهلوی هستم، از امروز برو دنبال رضا پهلوی. رجوی، من پیرو رجوی هستم، از امروز برو دنبال رجوی. دیگه کی داری؟ کسی دیگه داری؟ مرد حسابی، مملکت ما که از روزی که چشممونو باز کردیم بهمون گفتن حرف نزنی یا میگیرنت، حرف نزنی یا میبرن پپسی تو کونت میکنن، حرف نزنی یا میبرن کانادا تو کونت میکنن. ما چه تجربه ای داریم؟ حالا هم شده 62 سالمون، نه حزبی داشتیم نه سازمانی داشتیم، به هر اولاغی حرف میزنیم، تا مخالفش هستی میگی شما چپیا که کمونیستی که نمیدونم انقلاب کردی. همین خانم مهری بهشتی احمد میگی تو برای انقلاب چیکار کردی؟ پوفیوز، من مأمور حکومت نظامی بودم در نیروی ویژه هوابر. خود هوابر میدونی چیه؟ من تو نیرو ویژهش بودم. نیرو ویژه میدونی چیه؟ یک کمیته به اصطلاح ائتلافی یا هر چیزی از شهربانی و ارتش. من توی اون نیرو خدمت کردم، وایسادم. کی وایسادم؟ موقعی که شاهی که این همه خودشو خانوادهش خوردن و بردن و کردن و دزدیدن در رفته بود. حالا شما دوست داری من طرفدار کی باشم؟ من آقا طرفدار هیچ کس نیستم. یکم برنامه ها رو نگاه کن. من سال 2001 رفتم گفتم یه سری بزنم به این احزاب موجود، این یکی مجاهده، اون یکی آقای دکتر اکمل حزب مشروط خواهانه، اون یکی جمهوری خواهانه که اگر یکم هم عرق بخورن شاه اللهی میشن، اون یکی شاه اللهی هایی هست که اگر مردم نخوان حزب اللهی میشن. همه رو گشتم دیدم یک از یک بدتر. یه امیدی بود، نه امید دانا، نه امید امید با جبهه ملی ایران. چشمت روز بعد نبینه آقای حبیبی، هستی هنوز؟ رفتیم تو جبهه ملی ایران. خب چند تاشونو میشناختم، آقای دکتر جلیل بهار بود، آقای دکتر محمد اقتداری بود، آقای دکتر انواری بود، خیلی ها رو میشناختم، آقای تهرانی بود. و خلاصه گفتیم چیه؟ گفتن بله این سازمان بسیار منسجم، مرتب، هر هفته برنامه یا هر دو هفته برنامه میذاره و حسن جبهه ملی اینی که همه اقشار بشر رو در بر میگیره. گفتیم باشه، همه بشر رو در بر میگیره، کی هستن؟ گفت شما چپ باش، راست باش، بالا باش، پایین باش، جبهه ملیه دیگه، ملیه، بیا اینجا.
باز چشمت روز بعد نبینی آقا رضا. رفتیم، خب ما میرفتیم از سر کار میرفتیم اونجا، میگفتیم میریم برنامه جبهه ملی، بعد میریم خونه شام میخوریم. این دوستان از سر کار میرفتن هپی آور یا میرفتن چلو کبابی، شام میخوردن میمدن. چلو کباب و دوغ و پیاز، لاشه مردست دیگه ها، از اون برم آروق، از اینجا آروق که میزد شما اون بر میز که بودی بو گندش میزد به شما، همه هم داشتن چرت میزد. از همه اینا مهمتر جبهه ملی شد دو شبه انشعاب بهش میگن. گفتیم این دیگه چیه، مورچه چیه، کله پاچه چیه، ما 19 نفرم نیستیم اینجا. گفتن نه 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 آه. ما اشکال پیدا کردیم با جبهه ملی مریلند و واشنگتن، ویرجینیا این ور آب، مریلند و واشنگتن اون ور آب. شد آقا 8 این ور 9 تا اون ور. ما هم گفتیم میدونی چیه، ما نه حزب میخوایم نه جبهه، میریم برای خودمون حرف دلونو میزنیم. و الانم دیگه برای من تو لیت، دیگه دیره، به چه حزبی بپیوندم؟ شما یه نگاه به این عقب افتاده رضا پهلوی بکن، یه روز میگه تیر آخر من خاتمیه، یه روز میگه تیر آخر من حسین بچه نوه خمینیه، یه روز میگه تیر آخر من فرشگرده، یه روز میگه تیر آخر من چیه، قبرس چیه، قمرس قموس چیه. اتفاقا دیروز یه نفر نشد بود آقای سوربی، این علی بنگی و یه زن هرزه‌ای هم بود که این کامران دیوونه رفته بود خونهشون، بعد اومد آقا این جنده خونه داشته، گفت اینا گفتن که سوربی تنها شیرازی خائنه. گفتم خب خدا رو شکر باز اقلا من نمبر وانم، یونیکم. این آقای مصباح میگه سوربی تو تکی، تو یکی، یکی میگه یک دونه ای، یعنی یونیکی. چون بعضی هم وقتی میفهمن من شیرازی هم میگن آقا شیرازی ها همه خوب، همه مهربان، تون نرو، من مستثنا هستم، من نه مهربانم بدم، اینا هم که میگن خائنه. ولی به اون آقا گفتم که ازشون سوال کن، شما که هم برنامه دارید چرا میرید برنامه های سوربی رو نگاه میکنید؟ برای که میدونید این یه چیزی میگه که مثل مته تو مغز شما داره سوراخ میکنه. اولین باری که قرار بود با آقای مصباح مصاحبه کنم، ایشون طرفدار حزب، طرفدار جمهوری اسلامی بود و من خودم را آماده کرده بودم که بهش بگم آقا خوبیای اسلامی و جمهوری اسلامی رو رادیوهاشون میگن، شما هم گفتی ما هم شنیدیم، من میخوام از شما سوال کنم اشکالاش چیه. ولی این احمق بهبانی به من زنگ زد منم بیام، گفتم باشه. رفته بود دوا کشیده بود، نمیدونم کجا بودیم، اونجا هم بلا گم نبود، پیدا نکرده بود. شمشیری گفتم خب بی اینجا شام هم بخور، کوفت بخور، هرچی پیدا نکرد گفتم خب گورت گم کن، برو تلویزیون میام اینجا. با آقای مصباح رفتیم اونجا، بعد اونو آقای جلیل بهار رو اینا آبروریزی کردن، آبرو خودشونو بردن که یک به صد برنده آقای مصباح شد. من به شاه اللهیان میگم بیان، شما همه این مزخرفه رو که میگید، ما کور بودیم، کچل بودیم، آبله داشتیم، سوزاک داشتیم، رضا شاه اومد سوزن آنتیبیوتیک کرد چونتون خوب شدید، همه اینا رو ما شنیدیم. شما بیا به من بگو دو تا پادشاه که انقدر خوب بودن چطور شد که انقلاب شد؟ میگن آقا مردم لیاقت ندارن. میگم خب مردمی که نفهمن لیاقت ندارن، 40 سال آخوند روشون حکومت کرده، الان لیاقتشون بیشتر شده؟ عجب. دو تا پادشاه 57 سال این همه زحمت کشیدن، سپاه بداش، سپاه نمیدونم فلان درست کردن، مردم احمق شدن، حالا 40 سال آخوند بر مردم حکومت کرده، مردم دانا شدن. این حالا آقا رضا ما گفتیم اهل چی هستیم، شما اهل چی هستید؟ شما چی دوست دارید؟ شما فکر میکنید فردای ایران مردم به کی رأی میدن؟ اصلا رأی گیری نتیجه ای داره؟ بیا یه چی دیگه هم برات بگم. توی شهری که من هستم لازم نیست شما بنویسی من دموکراتم یا ریپابلیکنم، در صورتی که توی ایالتهای دیگه نمیدونم کالیفرنیا چجوریه، توی ایالتهای دیگه باید وقتی مینویسی بنویسی که من، اینم به نظر من مسخره است. اینجا من میتونم یه بار به ریپابلیک رای بدم، یه بار به دموکرات رای بدم، و نمیدونم اونجایی که مینویسن اونا میتونن رای بدن یا چون ریپابلیکن هم با فقط ریپابلیک رای بدن، نمیدونم. من عزیز برادر اینجا از رای دادن آلمان که ما وای نسادیم پاسپورت ماسپورت بگیریم،
رأی و فلان نداشتیم. اینجا از روزی که رأی دادیم، خب اولا خیلی هم خوشحال می‌شدیم، I voted، من رأی دادم. بعد دیدیم آقا اینجا هم رأی گرفتن و رأی دادن، شما اگر به رأی گرفتن و رأی دادن باور داری که این مردکه شالاتان نباید 3 میلیون هیلری کلینتون بیشتر رأی آورده، 3 میلیون. پس چرا اینجاست؟ برای که رأی گرفتن اینا هم تخمیه. چرا تخمیه؟ بعدت نیا تا این وقت میگفتن تخمیه از این میاد، بادنجونای تخمی خیلی خوب نبود، هم روغن مصرف میکرد همین خوب نمیشد. فرهناز بیدو، ببینید اون دوست که از من میپرسه علی بنگی و میگم الان یه خانمی جنده است و جنده خونه داره، طرف اسمشو مینیسه. یعنی چی؟ یعنی اینا تو فیسبوک معروف شدن. وقتی اون آقا سعید میگه که این مهری بهشتی فلانش میخاره اومده اینجا یه چیزی پیدا کنه، اینا میان اینجا، اون احمد میگه شما آمدی در فیسبوک ما را شناسایی کنی. آقا پوف یوز، تو که نه عکس داری نه اسم داری، همشون کوروش آریامنشن. حالا بعد یه کوروش آریامنش هم داشتیم ها، نه بمانه. اینم حکایت دیوانه ها و خدا و پیر و پیغمبر. ساعت 3:41 من امروز با دو تا از دوستان جوان ایرانی کرد مصاحبه کردم در برنامه پناهجویان رو دریابید. بعد یه نفر زنگ زده بود، خیلی قشنگ مؤدب شمارهش رو گذاشته بود که آقای سوری اگه امکان داره با این شماره زنگ بزنید، من یه سوالی از شما دارم درباره این دوستان. ما گفتیم شاید بخواد کمکی بکنه، کاری از شما بیاد زنگ زد. این آقا خیلی مؤدب، ممنونم ازش که واقعا هم برنامه رو گوش داده بود هم تماس گرفته بود، گفت که من برنامه‌های شما رو نگاه میکنم، با شما کم و بیش آشنا هستم. این آقای رضا حبیبی، یه چیز دیگه که من به شما پیشنهاد میکنم، همون دلاک همون بود به ما میگفت بذار از راه برسی بخوسی، شما وقتی میری یه جا صبر کن یکم طرف رو بشناسی، بعض وقتا اصلا میبینی سوالت جواب داده میشه. بمانه. گفت که من دیدم شنیدم که شما بارها راجع به دین، مذهب، ادیان همه رو زیر سوال میبری و همه رو هم میگی من قبول ندارم. چجوریه وقتی این دو نفر میان اینجا میگن ما رفتیم مسیحی شدیم شما ازشون ایراد نمیگیری؟ گفتم آها، اگر این دو نفر به من بگن آقای سوربی شما هم بیا مسیحی شو، من یه 3 روزی رفتم کانادا خونه دوستمون بهزاد که بودیم، برادر خانم ایشون از این مسیحی های برنگین کاسه از آشکاختر، و این گفت که آقای سوربی حالا که یه شنبه اینجا هستی بیبریم کلیسا، شاید شما هم به دین فلان دیدید که بهت یه چیزی هم بهت میگن یه جورایی بهت برمیخوری، یعنی تا امروز خری شاد آدم شدی. گفتم من به یه شرط میام، شما تماس بگی با شبانت بهش بگو که سوربی میاد اونجا 2 ساعت میشینه، ولی قبل از این که شما 2 ساعت بشینی بعد بگی وقت نداریم 5 دقیقه سوربی صحبت میکنه، بعد اگر سوربی صحبت کرد شما قبول کردی بعد سوربی میشینه 2 ساعت. گفت نه آقا اینجوری که نیست. گفتم خب پس ببین اونجا هم میگه فقط من حرف میزنم، ملا تنها نیست، میخواد خودش متکلم الوحده میگفتن، یعنی متکلم الکلام، یعنی چیز که یعنی فقط خودش حرف بزن. خلاصه به این دوستمون گفتم دوست عزیز اینا نیازمند کمکن و من یه وسیله‌ای دارم ممکنه به اینا کمک کنه. به من چه که این به مسیح باور داره، شاید باز یه درجه به این آخوندها بد بدیم بگیم که خاک بر سرتون، همونجوری که اون آخوند دانشمند میگه مردم به اسلام که نگرویدند. ما بالا از صحبت‌های این دوستمون قضیه وقتا قاطی میکنیم، هیچ میگه دارن دور میشن از اسلام، یکش میره زرتشتی میشه یکش داره میره مسیحی میشه و اینها، به من هیچ مربوطی نیست. شما هر دین و مذهبی میخوای داشته باش تا جایی که به من اصرار نکنی. چرا مردم با آخوندها مشکل دارن؟ اگه اینا میرفتن قوم از صبح تا از 120 هزار تا نمیدونم نماز جعفر طیار میخوندن کسی بهشون ایراد میگرفت؟ فکر نمیکنن. ایرادشون اونجاست که اینا باور خودشون رو میخوان به زور الحاق کنن یا به زور دیکته کنن به مردم، و این دو نفر به عنوان پناهجو آمدن، یه پناهجوی دیگه باشه اصلا مال حزب کمونیست باشه مال به من مربوط نیست. در صورت این دوستمون قبول کرد، گفت خیلی خوشحالم که من زنگ زدم، خیلی ممنونم که شما زنگ زدی،
بهش گفتن حمایت از تلویزیون مردم، یادت نره. خب دوستان عزیز، ساعت 3:45 است. اجازه بدید چند تا نوشته دیگر رو با هم بخونیم و بریم. میگی که شهر خالی است ز عشاق، بود کس طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. این رو آقای آریانپور فرستاده در جواب یک خانمی به نام بانو مقبوله. ولی اون نوشته ای رو که من خوندم براتون که دو تا دیوانه با هم دعوا میکردن و هر دو ادعا میکردن که مثل شاه و ترامپ و جورج بوش و آخوندا با خدا رابطه دارن، و دیوانه سومی آمد گفت که من خدا هستم و با هیچ کدام از شماها تماس نگرفتم، این رو توی این نوشته من برداشته بودم که حالا یا خانم مقبوله نوشته بوده، مریم معزنزاده یا آقای آریانپور. در صورت ممنونم از همه این دوستان. و اما راجع به اینایی که اصرار میکنن، من اون جای قبلی که بودیم تا ماه قبل و اینا که 15 سال اونجا بودم، وقتی که نشسته بودم تو دفتر کار آفیس اداره خودم، دو تا ویندوی خیلی بزرگ بود، هر کی تو خیابون رد میشد من میدیدم و میدیدم مثلا اینایی که یه ماشین میاد میره اون ته پارک میکنه، 8 تا بچه جوان میان، بعضی هاشون هم یادتونه با دو چرخ ها میمدن، اینا کی بهشون میگن؟ یهوه، یهوه سامتی، یهوه ویتنس. بعد من میدیدم اینا مثل گروهی حمله میکنن، بعد یه سرپرست دارن، سرپرست مثلا میگه خونه های این ور، مثل تو ارتش مثلا میگه یواش میخواستن نگن داد صدا ازون این ور حمله کن تو اون ور حمله کن پوشش بده اینجوری کن فلان. نه این آقای شبان، یعنی اینا بره هستن، اینم شبانش، گفت مثلا شما این ور خیابون من این ور خیابون. من دیدم این داره به ترتیب میاد، دو تا جوان بودن، خودم آماده کردم و وقتی که اینا در زدن، یه بارش این بار این کار کردم که کار اشتباهی هم هست، یه چاقوی آشپزخونه بزرگ برداشتم اومدم دم در. در رو که باز کردم، این دوتا نگاه من کردن، دیدن یه مرد مال میدل ایست و چاقو دستشه. با ترس و لرز سلام کردن که ما آمدیم درباره یهوه صحبت کنیم، این کتابا رو بهتون بدیم اینا. گفتم من الان ساعتها منتظر شما هستم، من میدونید که مال میدلیستم، مال خاورمیانه هستم، همون جایی که این ماجرای تمام این ادیان پلید درست شده و مخصوصا آقای عیسی هم از اونجا اومده. و صبح زود خدا به من گفت که ما امروز دو نفر رو میفرسیم و تو درست مثل بچه های ابراهیم اینا رو قربانی کن. و حالا من امیدوارم وقتی من میخوام گردن شما رو ببرم، خدا همون برنامه ای رو که برای ابراهیم، اصلا این دوتا جوان قالب تویی کرده بودن، وایستاده بودن رنگا زرد که خدایا ما به چه گناهی مرتکب شده بودیم که در خونه این دیوانه رو زدیم. بهشون گفتم ببینید، شما دوتاتون از بچه های من جوان تری، اگر شما به خدا ایمان دارید الان باید قشنگ گردنتون رو بزنید سر این نیمکت تا من گردنتون رو ببرم. نکنید این کارو، شما به خدا ایمان دارید، برو خودت و خدا انقدر سر بزن زمین که دیوانه بشی. این مجید یه عکسای میذاره خیلی قشنگه، طرف اینجای پیشونیش جای مهر داره و این میگه که این مهرها ترقه دستساز بوده، وقتی دولا شدن فشار اومده روش منفجر شده. اون اکثر اگه میتونی بذار اینجا. در صورت این از این. حالا یه سال از این آقای رضا حبیبی میکنیم. آقای رضا حبیبی، چند سال شما دور میزنید توی فیسبوک؟ چند سال واقعا دارید میگردید تحقیق میکنید که یه کسی رو پیدا کنید که قبولش داشته باشید؟ چه کسی رو شما دنبالش هستید؟ اون کسی رو که شما دیدید، بعضی هم میخوان زن بگیرن، میگه من یکی میخوام قد بلند، حالا خودش کوتوله، یکی میخوام موهاش بلند، حالا خودش سیاه موها فرفری، یکی میخوام نمیدونم رنگ پوستش سفید، خودش قهوه‌ای یا سیاه. شما
شخص ایدئالتون کیه؟ چی باید باشه؟ شما به ما بگو نتیجه این همه تحقیق تا حالا چه کسی رو پیدا کردی؟ چه کسی رو نامزد میکنی برای یا ریاست جمهوری یا برای پادشاهی؟ تا ما از طریق شناختت یا از طریق گزینت بفهمیم که شما چی تو مغزت میگذره. اگه مثلا بگی مریم رجبی، مسعود رجبی که ببخشید اینو میگم، بلا فاصله میفهمم یک کسی هستی که عقب افتاده سیاسی هستی، فناتیک هستی، بنیادگرا هستی و هنوز تو 50 سال پیش هستی، کسی که اینا اومدن گفتن ما مستشار آمریکایی رو میکشیم چون اینا کپیتالیسم، شما براش دست زدی. امروز میاد آویزون میشه به بیزه های پوتیتو، شما براش دست میزنی. شما به ما بگو، الان من از شما سوال کردم، 2 دقیقه اگه جواب ندید 20 تا ایمیل برات میزنم آقا شما جواب من را ندادی. بعد همیشه منتظر جواب نباش، ببخشید اینو میگم، در مثل مناقشه نیست، چون در فرهنگ غنی ما ایرانی ها پارسی را پاس بداریم، یه جاهایش میگه که به اصطلاح جواب ابلهان خاموشی است، یعنی جوابشون ندیم، داشته باش اینو. یه جاهایش هم میگه حرف حق جواب نداره، شاید شما حرفت حق بوده. پس خوشحالم که بیننده برنامه ما هستی، شما هم نظری اگه داری میتونی بگی، نظرات تو میتونی به عنوان برنامه مثل همین دوستمون، ولی باید بشناسمت، باید بدونم حقیقی هستی، حقوقی هستی، تو فیسبوک، ایمیل، شماره تلفن اینها. این دوستی که از خلیج فارس میاد حرف میزنه، من عکسش رو دیدم، خودش رو دیدم، آشناهاش رو میشناسم، دوستانش رو میشناسم، شماره تلفنش رو دارم. یعنی اینجوری هم نیست که هر کسی هر چیزی بفرسه به خاطر یه پول ما بیایم چیز کنیم. بله، پارلمانی. آها، پادشاهی هم اشتباه نوشتید، پادشاهی پارلمانی. مثل کجا؟ مثل کدوم کشور؟ وقتی میگید پادشاهی پارلمانی، باور من اینه که مردم پارلمان رو انتخاب میکنن، مردم میگن دانش سیاسی ما اینقدر نیست که شخص رو انتخاب کنیم، ما نماینده ها رو انتخاب میکنیم، نماینده ما که تشکیل پارلمان میدن به اصطلاح پادشاهی رو انتخاب میکنن. مثل کجا؟ با رهبری. این که خراب کردی، که شما الان گفتی پادشاهی پارلمانی، یه دفعه گفتی رهبری. وقتی میگی رهبری میشه مثل رجوی، رهبری عقیدتی، وقتی میگی رهبری میشه مثل ولایت فقیه، وقتی میگی رهبری میشه مثل پادشاهی سلطنت و سلطه پهلوی که به دروغ میگفت. پادشاهی چی مشیتی است الهی که از طرف ملت. عزیز من، من میدونم که شما چی تو مغزته، دارم اینجوری آروم آروم میارم جلو. گولت زدن با این کلمات قشنگ، از این ور پادشاهی رو بهت غالب کردن، از اون ور کلمه زیبای پارلمانی. ببخشید اینو میگم، ما مثل که یه نفر مدفوع رو بپیچه توی آلومینیوم. این قنادی‌ها یادتون وقتا یه دیس داشتن، کلچه و نخود اینا رو می‌ذاشتن، بعد یه تلق قشنگی رنگی می‌پوشیدن. شما نگاه این دلق، ما میگیم تو شیراز، این تلق رنگی و آلومینیوم رنگی و اینا نکن، ببین بازش که می‌کنی چه بوگندی میده. پادشاهی پادشاهیه. بعد این پادشاهی پارلمانی، پارلمان هم که شما نگفتی رضا پهلوی رو انتخاب میکنه، گفتی به رهبری رضا پهلوی. رضا پهلوی رهبر یعنی چی؟ یعنی اون پارلمان یه پادشاه انتخاب میکنه مثل روحانی، وقت آقای رضا پهلوی میشه مثل خامنه ای. بیا مهمون من باش، با هم صحبت کنیم. ممنونم که هستی، باز هم با هم باشیم. بله، داراب بختیاری. این بختیاری ها خیلی آدمای غیوری هست. آقای سعید ناظری، شعار اینجا بدیم میندازم بیرون. تنها راه رهایی شازده رضا پهلوی، رضا شاه دو عزیزمون. اینجا جای شعار نیست. اگه یه بار دیگه شعار بدی یا علی مدد. داراب بختیاری من خوندم، داراب بیچاره. در صورت بختیاری هم واقعا اینا چه سرنوشتی و چه سرگذشتی دارن، ولی افرادی هستن که مقاوم وایسادن، چه در مقابل طبیعت، چه در مقابل ظلم و جور حاکمان. بختیاری ها لور هستن، نه؟ قشقایی ها ترک هستن، بختیاری ها لور هستن.
خیلی ممنون. بله، مجید خورسندی میگه رضا شاه آخر. اینا که میگن رضا شاه دوم، خب این چون دختر داره به قول ایشون میشه رضا شاه آخر. آها، رضا حبیبی میگه سوئد، نروژ. نروژ هم نوشتی نوروز، من فکر کنم مثل نورو. خب اونجا چجوریه؟ من نمیدونم، من سوئد و اینا نمیدونم چجوریه. شما کیو انتخاب میکنی؟ کی رو نه ها، چون این احمق فواد پاشایی میگه این رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره. گفتم خب برو یادش بده. این کیو یعنی چه کسی رو، چه کار میکنن مردم سوئد موقع انتخابات؟ روی اون تیکت، روی اون کارت انتخابات اسم کی هست؟ اسم رهبر هست و پادشاه هست و نماینده مجلس و سنا و اینها؟ من نمیدونم حقیقتا چجوریه و اسمش چیه، اسم پادشاهی اونجا چیه. و این همون سوئدیه که از وایکینگا به اینجا رسیدن، از دزدی و کشتار و اینها امروز به یه جایی رسیدن که شما دوست داری حکومت اونها بشه، به اصطلاح نمونهش بشه حکومت ما. نه؟ یعنی ما بیچاره ها 10,000 سال تاریخ و 7,000 سال پادشاهی و 2,000 سال پادشاهی تقلبی اسرائیلیا انداختن به خیگشا، شما اینا رو هیچ کدومش مورد قبولت نیست؟ دنبال سوئد هستی؟ مبارک. خیلی ممنون. آزادی عقیده و دموکراسی یعنی همین. یعنی چی؟ این که یه شعاره، آزادی عقیده. خمینی هم میگه آزادی میدیم. خمینی هم میگه حتی کمونیست ها هم میتوانن چیز باشن. طالقانی هم گفت حجاب اجباری نیست. این کلمه آزادی عقیده یعنی همین. اینجوری چیز نکن، یه بحثی رو بیاریم درباره این بحث صحبت کنیم، تمیز بذاریمش کنار. شما لطف کن یه مقداری مطالعه کن راجع به پادشاهی در سوئد و نروژ که چجوری پادشاه انتخاب میشه. اونجا دانمارک شنیدم پادشاه با دوچرخه تو خیابون دور میزنه. و بیا برای ما توضیح بده. میتونی زنگ بزنی به این شماره تلفن 202، اجازه بدید 202، بله 202 695 2573، یا میتونی رو فیسبوک مسیج بذاری قشنگ خودتو معرفی میکنی، من رضا حبیبی هستم و درباره پادشاهی سوئد به این صورته. افرادی که حق رأی دادن رأی میدن به نماینده ها. شما میدونید تو همین آمریکا مردم آمریکا هنوز نیستن که اون چیزها رو انتخاب میکنن. یه سیستمی داره به نام الکترال سیستم انتخابیش اونه. یعنی از موقعی که مردم بی سواد بودن، آگاه نبودن، میرفتن یه عده رو انتخاب میکنن، اونا رو من نمیدونم دلیگیت بهشون میگن. هر چی بیشتر میری توش میبینی گندش بیشتر بالا میاد. چرا گندش بالا میاد؟ منجر شده به یه نفر مثل ترامپ در کاخ سفید. یعنی واقعا دیگه از این پس فطرت‌تر نمیشه. یعنی این افول، این پایین ترین نقطه‌ای که امکان داره آمریکا برسه. چرا؟ چون مردم فکر کردن حق رأی دادن. چجوری حق رأی دادن؟ هر کی پول داشته باشه بتونه بفرسته 3,000 تا 4,000 تا امضا بگیره، اسمشو میتونه بکنه اونجا. بعد اونجا هرچی پول داشته باشی، هرچی به این اون قول بدی از پیش. ببین الان کیا رو جمع کرده. گفت من بهترین ها رو جمع میکنم. یه مشکی از خودش دوستر، یه مشکی از خودش پستر، هنوز بعد از 2 سال نتونسته کابینه خودش رو کامل کنه. چرا؟ هر کسی سرش به تنش میارزه، این تا بهش میگه، میگه آقا برو دنبال کاره. بله جناب، چرا مردم ایران از تجربه هایشان درس نمیگیرن و گول حرف ها را میخورن؟ مشکل کجاست؟ آقا دارا، دیر آمدی ولی خوب آمدی. خیلی ممنون، زدی تو هدف. امروز آقا همه شلیک در هدف. کیا بودن؟ سعید سرباز جهرم شلیک در هدف، سواد تبار شلیک در هدف، این دوستمون آقا رضا، آقا دارا به بختیاری. چرا تجربه نمیگیرن؟ اینو باید از مردم بپرسیم. ولی مردم کیه؟ مردم متشکل من و شما هستن. من و شما مردم رو تشکیل میدیم. از خودت بپرس چرا؟ من میدونم، چون مردم آدمای خوبی هستن، آدمای خوشقلبی هستن. شما نگاه کن شالاتانا، آدمای پلید
چه کسانی رو میتونن فریب بدن؟ آدمای خوب، ساده لو، آدمایی که باطن خوبی دارن، دل رحیمی دارن، دل رعوفی دارن. مردم به این دلیله، یا من حداقل از طرف خودم میگم، من بارها شده یکی از کلا سرم گذاشته، باز دوباره همین فولاد من، باز دوباره برگشته دلم سوخته. همین آقای مهران صدری، یکی دوتا هم نیستن ها. اینه چه حالی میکنم از ترامپ میگی؟ با این همه ترور و تروریست ها در اروپا، فکر کنم پادشاه و پرنس ها که دیگه جرأت دوچرخ سواری نداشته باشن. Please ask this question from خسرو فرابهر. He's highly educated. فرخ جان تو زدی به هدف، ولی معلوم نیست این هدف مال کی بود. حالا باید صبر کنیم صاحب هدف بیاد بگه آقا چرا اینجا تیراندازی میکنی. آقا این خسرو فرهوهر عباس، نمیدونم چی اسمشه، این یه آدم روان پریش، این به دلیل اینکه باباش ایرانیه، ننش نمیدونم مال یه جای دیگه بوده، حالا خیلی هم اصلا آدم موفقی هست، ولی این یک عقده‌ای داره، هی میخواد خودش بچسبونه به ایرانیا. و من اصلا با این حرف نمیزنم، یعنی چند بار که باهاش کل کردم دیدم اصلا این توی دنیای دیگه است. شما که برنامه‌اشو نگاه میکنید حق شماست که ازش بپرسید، ولی اون دوستمون آقای حبیبی، شما به من زنگ بزن، آیدی من هست این، من رو فیسبوک میتونم با شما تماس بگیرم، به شرطی که مثل من که صورتمو نشون میدم صدامو میشنوی، شما با صورت با صدا بیاید بشینی صحبت کنی. بازم از شما ممنونم آقای حبیبی که با ما بودید، از دیگرانم ممنون و متشکرم. لطف کنید برنامه‌های تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. از مانی خورسندی دو سه بار ممنونم که توضیح هم می نویسه دیدن برنامه های سربی را به شما پیشنهاد می کنم. خیلی ممنون. براشون مانی اینجوری بنویس که اگر نگاه نکنید نصف عمرتون تلف میشه. بیاین نگاه کنید تا مثل من و دیگران همه عمرمون تلف بشه. دوستان از این برنامه ها اگر استفاده می کنید، پول یه قهوه، پول یه ساندویچ در ما، خودتون رو موظف کنید، مقید کنید، پرداخت کنید، که ما نیایم اونجوری بگیم وصف العیش نصف العیش. بازم از اون دوستی که مبلغ قابل توجهی از کالیفرنیا برای ما فرستاد ممنون و متشکرم. با اون کلی وسیله جدید برای تلویزیون مردم میخرم. خود من احتیاج به پول مردم ندارم، هنوز تو این سن کار میکنم و کاری هم که میکنم پولی که در میارم کافیه. بچه هم همیشه از من میپرسن، های فیلابی چند مدت پیش میگفت که پسرم آرش هر وقت میاد میگه بابا از لحاظ مالی وضعت خوبه، و عشق تو چشماش جمع شد. میخواستم بگم خب های فیلابی شما نگران نباش، بگو آرش جان تازه اگه تو اشکالی داری من از مجاهدین برات پول بگیرم بیام. چشمت روشن. رضا جان خیلی ممنون، قرار گذاشتم با خودم یک شرحی در برنامه بنویسم. کارستون اوه خطرناک شد، برم دیگه. وقتی این خورسندی ها بخوان درباره من یه چیزی بنویسن یا درباره هر کسی، اون باید بره نظر و نیاز کنه که همه چیز خوب باشه. خیلی ممنون، امیدوارم که شاد سلامت باشید و عمر طولانی آرزو نمی کنم براتون، چون بعضی ها رو وقتی میبینم، من به خانمم هم گفتم، به برادرام هم گفتم، من اگر به همچین حالی برسم به چند دلیل، یکی اولیش نمیخوام مزاحم دیگران باشم، ممکنه خودم رو یه جوری وقتا میذاشتن اینجا کمکت کنن خودکشی کنی، نیذاشتن. این مذهبی ها دینی ها نیذاشتن، یا آقای بود دکتر کبرکیان بود که بود بیچاره و اینجوریه. در صورت عمر طولانی خیلی هم خوب نیست، ولی اگر سالم باشید سلامت باشید و اینها، دیدم آقای یار شارتر تا 98 سالگی به اصطلاح عمر کرد و کارهای خودش هم خودش انجام میداد. اگه اونجوری باشه بله براتون عمر طولانی میخوام. روز همه خوش، روز شما هم خوش. خیلی ممنون دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، به امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. ممنون از رضا که تونستیم مثل دو تا ایرانی خوب، دو تا هموطن منطقی با هم صحبت کنیم، با تمام عقایدی که ممکنه مخالف باشه ولی دشمن هم نیست. مرسی.